پس به نام خداوند جلسه رو آغاز میکنیم. از یکایک عزیزان، خانم ها، آقایان که اینجا تشریف دارن، همچنین صاحب خانه و میزبان عزیز که این فرصت رو فراهم آوردن تشکر میکنم. اظهار تأسف میکنم از حادثه‌ای که امروز رخ داد. حاجت به ذکر نیست، قرار بود در یکی از سالن‌های دانشگاه این سخنرانی برگزار شود. متاسفانه گروه مهاجم و مزاحمی که اخیراً زنده شده اند و برای اینکه آوازه‌ای در کنند اینجا و اونجا به مزاحمت می‌پردازند، سخنرانی‌های من رو یا به هم می‌زنند یا می‌آیند و ناسزاهایی می‌گند و بعد می‌روند. این بار هم آمدند اما خوشبختانه توفیقی نیافتند و ما جلسه رو در جای دیگری، یعنی همینجا که اکنون من سخن میگم، با حضور عزیزان برگزار میکنیم. برای اونها هم دعا میکنیم، امیدواریم که دست از شرارت بردارن، اطلاعات تاریخی و سیاسی خودشون رو بالا ببرن، دست به فعالیت مثبت و مفیدی بزنن، وقتشون رو در راه سازندهی صرف و سپری کنند و به آینده خودشون، فرزندانشون، کشورشون بیاندیشن و بدانن که ما با گوش کردن به یکدیگر میتوانیم راهی به جلو بگشاییم، نه با مزاحمت، نه با معاندت، و در برابر یکدیگر قرار گرفتن و به نفع یکدیگر پرداختن. امیدوارم که صدای منو بشنوید. صدای من خیلی قوی نیست اما شما گوشتون انشاءالله قوی است و میشنوید. باری به بحث خودمون بپردازیم و برای اون ناسزاگویان دعا کنیم تا خداوند اونها رو به راه راست هدایت کند و شیوه های درستری رو به اونها بیاموزاند. قرار بود که من امروز در باب سکولاریسم سیاسی سخن بگویم و همین بحث رو در محضر عزیزان آغاز میکنم. کسانی که با نوشته‌های من و خصوصا سخنرانی‌های من آشنایی دارن شاید شنیده باشند که من در درج کلام اینجا و اونجا گاهی در باب سکولاریسم سیاسی، سکولاریسم فلسفی سخن گفتم. یکی از موضوعاتی است که درباره او علاقه‌مندم توضیح بدهم و ذهن‌ها رو روشن کنم، اما به یاد ندارم که هیچ جا طور مستقل در این باب و به خصوص در این تفکیکی که اکنون صورت می‌دهم به تفصیل سخن گفته باشم. اکنون نوبت تفصیل دادن. اولا اینو عرض بکنم که این تقسیم بندی سکولاریسم به دو نوع سکولاریسم سیاسی و فلسفی رو اولین بار خود بنده پیشنهاد کردم و اکنون می‌بینم که اینجا و اونجا به کار می‌رود و گره گشاست. برای اینکه سکولاریسم یکی از کلمات بسیار نابختیار و بد اقبال بوده، هر کسی به ظن خود درباره او نظری دارد و در معنای اون رو به کار می‌برد و به همین سبب در بسیاری از مباحث بیش از اینکه موجب روشنی بشود موجب تیرگی می‌شود. پرهیز کردن از این تیرگی‌ها لازم می‌آورد که یک تقسیم بندی‌های و تفکیک‌های صورت بگیره تا بدانیم درباره چه سخن می‌گوییم. چند سال پیش من در آلمان بودم، سمینار بزرگی در باب سکولاریسم برگزار شده. من خودم یکی از سخنرانان بودم اما بنده به کنار بزرگانی که متخصصان سکولاریسم اونجا شرکت داشتن، از جمله آقای خوزه کازانووا که استاد جامعه شناسی دانشگاه جورج تاون است اکنون، همچنین جناب آقای چارلز تیلور فیلسوف بسیار مشهور کانادایی و سخنرانان دیگر در این باب سخن بسیار رفت در مورد سکولاریسم. کاملا به یاد دارم که در پایان یا در یکی از جلسات این
کنفرانس بزرگ آقای چارلز تیلر که کتاب بسیار مهم و معروفی هم نوشته، ایشون تذکری داد، گفت من پیشنهاد میکنم که از این به بعد ما واژه سکولاریسم رو به کار نبریم، برای اینکه بیش از اون که روشنی ایجاد کند آشفتگی ایجاد میکند، هر کسی گمانی دارد و لذا صدا به صدا نمیرسه، معلوم نیست که درباره چه چیزی سخن میگه. از همون سال که سال 2005 بود، من به فکر افتادم که در باب سکولاریسم مطالعه بیشتری بکنم، فرضی کنم و این معنا رو دست کم برای خودم روشن کنم. به هر حال بعد از لطیا و لطی و با گردش ها و کوشش های بسیار، نهایتا به این نتیجه رسیدم که دست کم ما در باب سکولاریسم باید بدانیم که دو نوع سکولاریسم داریم، یکی سکولاریسم سیاسی و دیگری سکولاریسم فلسفی. من انشالله از اینجا که برگردم به دعای خیر شما به سلامت به سیاتل برسم، در اونجا قرار است که در باره سکولاریسم فلسفی سخن بگویم و سکولاریسم سیاسی رو برای اینجا نهادم و اکنون برای شما عرضه میکنم. افراد بسیاری هستن که فکر میکنن اولا سکولاریسم یعنی بیدینی، ثانیاً هم فکر میکنن که اصلا این طرح سکولاریسم رو بیدین ها ریختن و لذا پاره ای از دینداران ما ابا میکنند، اعتراض میکنند از اینکه به سکولاریسم بپیوندند یا به صحت و مقبولیت او اذعان کنند و یا در عمل به آن التزام ببرزند. من میخواهم که همه این بدآموزی ها و بدگمانی ها رو بزدایم و با توضیحی که میدهم و این تفکیک که میکنم تکلیف مسئله رو به اندازه‌ای که در طاقت من هست روشن کنم. ببینید، سکولاریسم اولا توصیه هیچ کسی نبود. از اینجا آغاز بکنم که سکولاریسم یکی از فراورده های تاریخ مغرب زمین است. ما در تاریخ فرهنگ اسلامی چنین واژه‌ای و چنین مفهومی و چنین پدیده‌ای رو نداشتیم. در تاریخ فرهنگ ما قبل مدرن در عالم، یعنی در یونان قدیم، در روم قدیم هم چنین مفهومی رو نداشتیم و این در مسیحیت پدید آمد و اون هم از تقریبا 4 قرن پیش 5 قرن پیش با تحولات بزرگ تمدنی و فرهنگی که در مغرب زمین پدید آمد، این واژه هم رفته رفته ظهور کرد و رشد کرد و معانی بسیار متنوع یافت تا به زمان حاضر رسید. سکولاریسم اگر بخواید یک معنای لفظی، نه تعریف، معنای لفظی ساده ای از او بدیم، یعنی دنیاگرایی یا گیتی گرایی. این دنیاگرایی ابتدا یک تنین اخلاقی داشت، فقط در مقابل زهد به کار می رفت. کسانی که زاهد بودند، یعنی تارک دنیا بودند و به تجملات و زینتها و لذات دنیاوی نمی پرداختند، اونها رو زاهد می خواندند. در مقابلش کسانی که رو به دنیا می آوردند، به تعبیر خودمون می خواستند کام از زندگی بگیرند، در جهان از نعمتها و لذتهای این عالم بهره ببرند، کامیاب و کامروا باشند، اینها رو سکولار خواندند. این یه معنایی بود که چنان که میدانید به هیچ وجه نه تنین ضد دینی داشت، نه تنین ضد خدایی داشت و کاملا هم از فرهنگ رهبانیت مسیحی برمیخواست. رهبانیتی که تارک دنیا بود، صومعه نشین بود، اهل همسر گزینی نبود، اهل خانه نبود، حتی لباس و جامعه های درست نمی پوشید، خود و خوراک درست نداشت، در جامعه زندگی نمی کرد، دوری می گزید از مردم، از اجتماعات. کسانی که اون روش رو نمی پسندیدن نامشون سکولار شد. این اولین کاربرد کلمه سکولار بود، اما در اینجا باقی نماند، به طوری که امروز دیگه هیچ کس واژه سکولار رو به معنای
ضد زاهد به کار نمیبره. ما اگر بخوایم در فرهنگ خودمون یک سکولار به این معنا که گفتم پیدا کنیم، شاخصترین فردش جناب حاجی شمس الدین حافظ شیرازی است. حافظ شیرازی در اشعار خودش به صد زبان به صراحت به ما میگوید که باید از زندگی کام گرفت. من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. بخت باید مدد کند که کشم رخت سوی دوست، گیسوی هور گرد فشاند ز مفرشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلس از آن رو مشوشم. شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت، دستم تهی است ورنه خریدار هر ششم. این آقا به صراحت می گفت که زهد فلسفه خوبی برای زندگی نیست. ما به این جهان آمده ایم که حق زندگی رو ادا کنیم، کام جو باشیم و کام روا باشیم، اهل تنعم باشیم و چنین نحوه از زندگی، زندگی غیر زاهدانه بود. به همین سبب هم با صوفیان در می آویخت و شیوه اونها رو به طور کامل طرد می کرد. می صوفی افکن کجا می فروشد که در تابم از دست زهد ریایی، ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا جامه ها بشوییم از عجب خانقاهی. عجب خانقاهی یعنی همون چیزه نامرضیه صوفیان بود که حافظ رو می آزرد و معتقد بود که به زندگی باید آری گفت. صوفیان و زاهدان به زندگی نمی گوید و اون همون شیوه رهبان بود، یعنی راهبان. و اینجا من فقط در پرانتز عرض کنم، ما در فارسی به مسیحیان میگوییم ترسا. ترسا ترجمه کلمه راهب است، یعنی از مسیحیت سخنی نمیگیم، از شیوه زندگی که مسیحیان در پیش گرفته بودن. راهب یعنی کسی که از جامعه میترسه و دوری میگزینه و به صومعه و به غار و به کوه پناه میبره. به منزله یک پارادایم کیس مسیحی راهبان شدند. نمونه های اعلای مسیحیت ما در فارسی راهب رو ترجمه کردیم، گذاشتیم ترسا و میگیم ترسایان، در حالی که در حال حاضر کمتر مسیحی است که بترسد از زندگی و فرار کند به کوه. باری این معنای اولیه سکولار. بعدن سکولار در مفهوم دیگری به کار رفت. وقتی که دولت در فرانسه و در آلمان اموال کلیسا رو مصادره کردند تحت عنوان سکولاریزیشن آف چرچ پراپرتی، کلمه سکولاریزیشن اونجا به کار، اینجا دیگه سکولار نبود، سکولاریزیشن بود، سکولاریزینگ آف چرچ پراپرتی، اموال کلیسا رو مصادره کردن، اموال یک نهاد دینی رو مصادره کردن و دادن به یک نهاد غیر دینی و از اینجا آغاز مفهوم سکولاریزم شد که چگونه سکولاریزیشن شکل پیدا کرد و دو نهاد که نهاد دولت باشه و نهاد دین گویی که در مقابل یکدیگر ایستادن و یکی به مصادره اموال دیگری پرداخت. خب کار چندان پیش آمد که دیگه رفته رفته سکولاریزم تعریف روشنی پیدا کرد. جدایی نهاد دین از دولت، جدایی نهاد دین از نهاد دولت، نه جدایی دین از سیاست، نه جدایی نهاد دین از نهاد حکومت یا از نهاد دولت. چون دین از سیاست جدا نمیشه. مردم اگر سیاسی باشن و سیاست ورزیشون دینشون رو اعمال میکنن. با دوستان صحبت میکردیم وقتی که مسیحیان آمریکایی رأی به بوش میدادن، اون هم کسانی که کلیسا رو بودن و گمان میکردن که جناب جورج بوش پاره از ارزش‌های کلیسایی رو مثل سقط جنین یا امثال اینها رو بعداً مورد توجه قرار خواهد داد، بوش در واقع با دخالت دادن دین در سیاست توانست رأی بیاره، از متدینین رأی خواست، رأی اونها رو ربود، دل اونها رو ربود
این نقشی است که دین در سیاست میتونه بازی کنه. در کشور آمریکا تا امروز هیچ ایتئیستی رئیس جمهور نشده، برای اینکه مردم رأی نمیدن. این دخالت دین در سیاست به همین روشنی و به همین سادگی. معنی دخالت دین در سیاست این نیست که یه روحانی بیاد بره اون بالا بنشینه، نه. اما در همین آمریکا نهاد دین از نهاد دولت جداست، به این معنا که دولت یک پنی یک سنت برای هیچ کلیسای خرج نمیده. کلیساها 100% پرایوتن، 100% با دونیشن مردم بنا میشوند و اداره میشوند و از مسیحیان مالیات میگیرند، مالیات کمی هم نمیگیرند. یعنی اگر شما عضو کلیسا هستید یه درصد نسبتاً بالایی از درآمدتون رو باید به کلیسا بدید بنابر موافقت خودتون. پس ببینید مردم دیندار وقتی که سیاست ورزی میکنن دینشون دخالت میکنه، اما دولت در مقام دولت هیچ وقت نهاد دین رو به خودش راه نمیدهد و نمیگذاره که کلیسا یک دولت دومی یا حکومت دومی باشه. جامعه یک دولت داره و یک قانون داره که قانون دومی از کلیسا بیرون نمیاد که بر مردم حکمرانی بکنه. خب این تعریفی است که از سکولاریسم کردن. ببینید این سکولاریسم که جدایی نهاد دین از نهاد دولت است و من بیشتر دربارش توضیح خواهم داد، این همون است که من سکولاریسم سیاسی مینامم. این سکولاریسم سیاسی وصف مردم نیست، وصف حکومت است. حکومت سکولار می شود. یعنی چی؟ یعنی مشروعیتش رو از دین نمی گیره، به فکر رستگاری دینی مردم هم نیست. این هر دوتا نکته رو در نظر بگیرید. اولا سکولار سیاسی وصف آدم ها نیست، وصف جامعه نیست، وصف حکومت است. چه جور حکومتی؟ حکومتی که مشروعیتش رو از دین نمیگیره و دوم این که در فکر این نیست که مردم رو هدایت کند و از راه دین به رستگاری برساند. در این فکر رو هم نیست. مردم رو با دین خودشون آسوده و آزاد میگذارد و البته نسبت به تمام ادیان جامعه هم بیطرفی پیشه میکند. همه رو به یک چشم نگاه میکند. نمی رود به یکی کمک بیشتر بکنه، به دیگری کمک کمتر، به این کلیسا پول بده به اون نده، به این پول بیشتر بده به اون نده. این حرفا نیست. پشت هیچ دیانتی نمی ایستد و نسبت به همه فاصله مساوی می گیرد. این معنای حکومت سکولار است. مردم یه جامعه می تونن همشون متدین باشن اما حکومتشون سکولار باشه. کما اینکه در جامعه آمریکا 70% مردم دیندارن، کلیسا روان، یعنی آمار اینجوری نشان میدهد. این یکی از نکات مهمی است که من حتی در نوشته های متخصصان سکولاریسم دیدم خلط میشه، اشتباه میشه. میگن امریکن اکسپشنالیزم. امریکن اکسپشنالیزم یعنی چی؟ آمریکا مستثناست، جامعهش دینیه ولی حکومتش سکولاره. این استثنا نیست، هیچ تناقضی در این نهفته نیست. جامعه میتونه دیندار باشه اما حکومت میتواند سکولار. یعنی چی سکولار باشه؟ به همون معنا که گفتم، حکومت مشروعیتش از دین نمیگیره، دنبال ترویج دین هم نیست، دنبال هدایت دینی هم نیست و به همه هم نگاه یکسان داره، به همه ادیان. خب این چه اشکالی داره که مردم همه دیندار باشن ولی حکومتشون چنین رفتاری داشته باشه؟ این اون نکته ایست که خیلی ها رو به اشتباه افکنده. این معنای سکولار سیاسیه. برای اینکه این مطلب روشن بشه از راه کنتراست، یعنی تعرف الاشیاء و ازداده ها، این رو عرض کنم در کنار، نه در مقابله، در کنار سکولاریسم سیاسی ما سکولاریسم فلسفی داریم. سکولاریسم فلسفی وصف مردم است. سکولار فلسفی این دیگه وصف حکومت نیست. سکولار فلسفی یعنی کسی که دین رو رها کرده و پشت سر گذاشته، عبور کرده، اعتقاد دینی ندارد مطلقا. پس ببینید حکومت لازم نیست سکولار فلسفی باشه، حکومت لازم نیست که بیدین باشه یا ترویج بیدینی کنه. ممکن افرادی که در حکومتن بسیار هم دیندار باشن
ولی شیوه حکومت راندنشون چنان است که گفتم. اما یک جامعه میتونه سکولار فلسفی باشه. الان تقریبا در کشورهای اسکاندیناوی، در نروژ، در دانمارک، در سوئد تقریبا جامعه هم سکولاره، علاوه بر این که دولت هم سکولاره به معنایی که گفتن، مردم هم بیدینن، مردم هم کلیسا رو نیستن، اکثریتشون یه اقلیتی هستن. یعنی جامعه سکولار است به معنای فلسفی، دولت سکولار است به معنای سیاسی. می تواند این دوتا کاملا از هم جدا بشه، یعنی حکومت سکولار سیاسی باشه، جامعه سکولار نباشه، سکولار فلسفی نباشه، مردم دیندار باشن، کلیسا رو باشن، معتقد باشن. وقتی که من اعلام کردم، یه وقتی در نوشتهام آوردم به بعضی دوستان که من به سکولاریسم سیاسی اعتقاد دارم، خیلی ها این رو هضم نکردن و برآشفتن. چرا؟ به خاطر اینکه این دو نوع سکولاریسم رو با هم خلط میکردن، اشتباه میکردن. این فکر میکردن کسی سکولار سیاسیه، سکولار فلسفی هم هست، در حالی که هیچ ملازمه ای بین این دوتا نیست. شما میتوانید به لحاظ حکومتی کاملا به جدایی نهاد دین از دولت فتوا بدید. این جدایی را هم براتون معنا کردن. این جدایی باید روشن، یعنی مشروعیت حکومت بر پایه دین نیست، یعنی حکومت به همه ادیان به یک چشم نگاه میکنه، یعنی حکومت به دنبال رستگاری مردم نیست، رستگاری اخرویشون رو به عهده خودشون نهاده. شما هر دینی رو حق تشخیص میدید، بروید و پیرو همون دین باشید و پاسخ خدا رو خودتون بدید. ما کاری نداریم به اینکه شما چه دینی دارید و چه شیوهی از اخلاق رو در زندگی در پیش میگیرید و فردا جواب خدا رو چی میخواد بدید، به ما مربوط نیست. این اشتباه باعث میشه که حتی گفتم نویسندگانی هم که در این باب نوشتن و من در همین نویسندگان فرنگی هم یعنی دیدم، بارها دیدم که این مشکل رو دارن. میگن که مثلا در انگلستان حکومت دینیه، برای اینکه آقای ببخشید خانم کوین الان هید آف استیت، هید آف چرچ هم هست، درستم هست، یعنی برخلاف اینجا در انگلستان از همون هانری هشتم از قرن 16 هم که او از کلیسای روم جدا شد، خودش رو اعلام کرد که من علاوه بر اینکه هد آف استیت هم، هد آف چرچ هم هستم. چرچ آف انگلند استقلال پیدا کرد از چرچ، یعنی رومن چرچ، و انگلیکان شده، یعنی یک چیزی بین پروتستان و بین کاتولیک که هنوز هم هستم. و خانم کوین هم الان هد آف چرچه، ولی این هد آف چرچ اصلا ربطی نداره، چون اولا کوین مدخلیتی نداره در حکمرانی، یک مقام تشریفاتی است اونجا نشسته و نقش چندانی نداره. ثانیا اون چیزی که تو قانون اساسی آمده و هد و چیز چرچ رو از استیت جدا کرده، اصل اونجاست، نه اینکه یه لقب تشریفاتی که به خانم ملکه بدن فیلم هست. باری این نکته باید در ذهن ما باشه. حالا بذارید من با این تفکیکی که گفتم و با این تقابلی که ایجاد کردم و امیدوارم که معنا روشن باشه براتون، قدری با رفتن و رجوع به تاریخ این رو روشن‌ترش کنم. ببینید، یه عده‌ای فکر میکنن این سکولاریسم رو بیدین‌ها پدید آوردن. من میخوام اول به شما عرض کنم اصلا اینطوری نیست. اتفاقا دینداران آمدن گفتن چرچ را از استیت باید جدا کرد. یکی از بزرگترین کسانی که این رأی رو داد و در بابش کتاب نوشت آقای جان لاک بود. جان لاک فیلسوف بزرگ انگلیسی که آرایش از قضا در قانون اساسی آمریکا بسیار تأثیر داشت. و شما از اینجا می توانید قیاس بگیرید که فیلسوفان گرچه ممکن است به نظر گوشگیر و منزوی بیان، اما رأیشون گاهی در تاریخ و در بزنگاه ها و نقطه های عطف تأثیرهای فوق العاده نیرومندی داره. کسانی که قانون اساسی آمریکا رو نوشتن، یعنی مثلا آقای جفرسون و واشنگتن و دیگران، اینا تحت تأثیر جان لاک بودن. یکی از فیلسوفانی که از او بسیار پیروی می‌کرد او بود. و این جان لاک اولین کسی بود که رساله نوشت در باب تولرانس، تریتیز آن تولرانس، که خیلی رساله مهمی، رساله کوچیکی هم هست. ایشون در این رساله در واقع اساس سکولاریسم سیاسی رو میگذارد. این تعبیر رو به کار نمیبره و اصلا و ابدا،
اما تمام لب و مضمون این امر رو و این اندیشه رو در اونجا می آورد. اینکه چرا ما باید تولرانس داشته باشیم، یعنی تحمل و مدارا نسبت به یکدیگر داشته باشیم، و بعد چرا دولت از چرچ باید جدا بشه. این استدلالش خیلی مهمه، استدلالش رو ذکر میکنم براتون. اما یادتون باشه کسی که این کار رو کرد یک متدین مسیحی بود، یه فیلسوف مسیحی بسیار معتقد و ملتزم، به خاطر نجات دین این کار رو کرد. نه اصلا حتی انگیزه دینی داشت در این کار، نه انگیزه صرفا سیاسی و نه انگیزه ضد دینی که اساسا خارج از دایره بحث بود و به هیچ وجه در مخیله او نمی گنجید. یعنی در واقع فریدم فرام ریلیجن نبود، فریدم آف ریلیجن بود. اونچه که در ذهن او بود، طرح سکولاریسم سیاسی برای این نبود که خودمون رو از شر دین خلاص کنیم، برای این بود که دین رو آزاد بذاریم، دستش باز باشه، کار خودش رو بکنه و نقش اصلیش رو بیافرینه، که همون آوردن رستگاری برای مردمه. من مایلم که ادله آقای لاک رو اینجا برای شما بیان کنم که او چگونه می اندیشید و این سنگ اولیه بنا رو با چه ادله‌ای نهاد. البته همیشه صاحب یک نظریه، نظریه‌ای رو طرح میکنه، بعد نظریه مستقل میشه، از او راه خودش رو میگیره و میپیماید. اما خب انصافاً بنای خوبی نهاد و این بنا هم در اعلامیه حقوق بشر فرانسه به کار رفت، هم در اعلامیه حقوق بشر اینجا و هم در قانون اساسی آمریکا، و منحص المجموع دوران ساز شد، تاریخ ساز شد. ولی قبل از اینکه به ادله آقای لاک برسیم، باز یک نکته تاریخی دیگه رو من اینجا باید برای شما اشاره کنم. ببینید عرصه سیاست عرصه بازی نیروهاست، قدرت هاست. قدرت های مختلفی که در جامعه وجود دارن، اینها گاهی همکاری میکنن، گاهی رقابت میکنن، گاهی تضاهم و تضاد دارن و اینا صحنه سیاسی جامعه رو میسازن. ما معمولا قدرت های موجود در جامعه رو کمتر میبینیم، بیشتر فکر میکنیم مهمترین قدرت، قدرت سیاسی است، یعنی دولتی که در صدر نشسته، قوه نظامی داره و وزارتخانه های مختلف داره. اولا همیشه اینطور نبوده، ثانیا تنها قدرت موجود در جامعه قدرت سیاسی و نظامی نیست. خیلی انواع قدرت در جامعه داریم. اون کسانی از شما که با فلسفه آقای میشل فوکو آشنا هستند، ایشون که اصلا همه چیز رو به تحویل قدرت میبره و اینکه بازی قدرت در جامعه سرنوشت ساز است، همه چیز رو، علم رو، دین رو، یعنی به شما میگوید که فکر نکنید که علم فقط دنبال حقیقته، دنبال تروثه، قدرت هم در اینجا نقش خودش رو ایفا میکنه و علم رو به جانبی میبره. خب ببینید، یکی از قدرت‌های موجود در جامعه قرون وسطا دین بود. قدرت بود به دلیل اینکه معتقدان بسیار داشت. شما وقتی که افراد بسیاری دارید که پیرو شما، شما قدرتمندید دیگه، برای اینکه اشاره‌ای بکنید اونا میتونن نقش بیافرینن. کلیسا بسیار قدرتمند بود، حتی تاج پادشاهان رو کلیسا بر سرشون می‌گذاشت، مشروعیت پادشاهان و سلطنت رو کلیسا می‌داد. خب مقتدر بود دیده، و چون مقتدر بود در نظم سیاسی جامعه نقش داشت. کسی نیامده بود جایی بنویسه، اعلام بکنه، امضا بکنه که جناب کلیسا شما نقش داشته باشید، شما بیایید و نقش بازی کنید. اینطوری نبود، داشت این قدرت رو، کسی به او اعطا نکرده بود. اما این قدرت از دست رفت خورده. چیگونه از دست رفت؟ یکی از موارد بسیار مهم عبارت بود از نزاع علم با دین، نزاع علم با کلیسا. شما نمونه های رزو حتما یادتونه، مثلا گالیله و نزاعی که با کلیسا، ولی فقط یکی نبود، بسی بیش از اینها بود. و این موریانه خورده خورده این دیوار و سقف کلیسا رو خورد. یکیش همین پروتستانتیزم بود که تو قرن 16 هم پدید آمد، اوایل قرن 16 هم.
خب پروتستانتیزم در واقع نهاد کلیسای کاتولیک رو خیلی تضعیف کرد. درسته که از مسیحیت بیرون نرفت ولی قدرت کلیسای کاتولیک رو کاست. همون پروتستانتیزم بود که باعث شد که در انگلستان هم آقای هانری هشتم بیاد و ادعا کنه که منم از زیر یوغ و زیر بلیت کلیسای کاتولیک بیرون میام. اما به نظر من از همه مهمتر همین علم بود که به میدان آمد و به معتقدان و پیروان کلیسا نشون داد که بسیاری از مطالبی و مضامینی که در کتاب مقدس آمده قابل دفاع علمی نیست. خیلی ایمانشون به زبان ساده ضعیف. اون اعتقادی که به کلیسا داشتن، اون جانبازی که حاضر بودن در راه کلیسا بکنن، اون مالیاتی رو که حاضر بودن به کلیسا بدهن، اینا رفته رفته سست شد و کلیسا اون نماند که قبلا بود. معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف این هستش که کلیسا قدرتش تضعیف شد، از صورت یک بازیگر مؤثر در صحنه سیاست رفته رفته خارج شد. تا وقتی میتونست یک نقش سیاسی قوی بازی کنه که خودش قوی بود، اما خودش قوتش رو از دست داد و چنان که گفتم سیاست عرصه بازی قدرت هاست. یه قدرتی که ضعیف شد خود به خود کنار میره. لازم نیست کسی بیاد بگه ما شما رو کنار میگذاریم. اگه قوی باشه نمیتونن کنارش بگذارن، اما وقتی که ضعیف شد خود به خود کنار میره. گفت مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. مرگ برای ضعیف هم به طبیعی است، نمیتونه دیگه نقش پیشینش رو داشته باشه. لذا کلیسا ضعیف شد، نقش سیاسیش هم ضعیف شد. این یکی. دومی که اختلافات دینی بالا گرفت، یعنی پروتستانتیسم که آمد کشت و کشتار شد. دوران بسیار سختی بر اروپا گذشت، دوران بسیار سختی و خونریزی هایی شد که تاریخ به چشم خودش ندیده بود. اصلا اوقلا رو به فکر انداخت که تا کی میتوان چنین زندگی کرد. هر روز انتظار میبردن که فتنه برپا بشه، آتشی افروخته بشه و طرفین به جان هم بیفتن. در یک شب در اون جنگ های 30 ساله مشهور 30,000 نفر کشته شدن که به مقیاس اون موقع بسیار زیاد بود. اوقلا دور هم جمع شدن که یه راه حلی برای ما بیندشید و این راه حل هم نجات نیست که به خاطر خدا بنشینید و با هم نجنگید، چون اتفاقا اینا به خاطر خدا میجنگیدن، یعنی اون علاج مسئله نبود. از یه راه دیگری باید در کارت میشدن، همون راهی که مدارا رو مطرح کرد. مدارا این نیست که شما بگوید که من شما رو قبول ندارم اما دندون روی جگر میذارم و فعلا به شما چیزی نمیگم. این اسمش مدارا نیست، برای اینکه هر لحظه ممکن است که شما مداراتون سر بیاد یا مدارای طرف مقابل و دوباره به یکدیگر بپرید. ما باید یه فلسفه‌ای رو در میان بیاریم که مدارا فقط یک مصلحت عملی نباشه بلکه یه مبنای فلسفی داشته باشه، و او این بود که خورده خورده که حق معلوم نیست با کیه. لذا من اگر بگویم که حق 100% با منه و شما باطلید، یه روزی دوام خواهد شد. اگه من خیلی جدی باشم شما خیلی جدی باشید، هر دوتایمون بیان یه مقدار کوتاه بیان و دست از این حرف که حقانیت مطلق با منه و در میان تمام بندگان خدا فقط بنده برگزیده شده ام و هدایت شدم، همه در ضلالتن و همه به جهنم میرن، من دست از این ورزم به دست کم تردید کنم، بگم طرف مقابل من هم خود همینجوری فکر میکنه، اونم میگه که حق با منه و خدا منو برگزیده و منو هدایت کرده و منو به بهش میبره و من عزیز کرده خدا هستم. خب همه اقوام اینجوری فکر میکنن راجع به خودشون. بیایم خودمون رو جای دیگری بگذاریم. این خود رو جای دیگری گذاشتن گفتنش خیلی ساده است ولی عمل کردنش خیلی سخته، و اگر این محقق بشه در یه قومی واقعا روی رهایی و آسایش خواهند. همون که حافظ ما گفت که چی؟
گفتش با دوستان مروت، با دشمنان آسایش تو گیتی. تفسیر این دو حرف خیلی یه حرف مهم است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. حالا شما رفتار یه دیگه مهاجمان امروز رو دیدید، نه با دوستان مروت دارن و دشمنان مدارا دارن، سر همه رو میخوام ببرم. ببینید تا ما اینجوری باشیم خب روی آسایش نمیبینیم، حتی این دنیا به دنیای دیگه کار ندیم. این تبدیل به یه فلسفه شد. اون فلسفه این که ظاهراً حقانیت مطلق با هیچ کسی نیست. بهتره هر کدوم ما سرمون میزه پایین، با اون چی که داریم سرگرم باشیم، دلخوش باشیم، عمل کنیم، اما دنبال حذف دیگری نباشیم. به دیگری هم حق بدیم که به همین مقدار خودش رو حق بداند و زندگی آسوده ای داشته باشه. ببینید این مفهوم تولرانس همراه بود با یه مفهوم دیگری که من الان اسمشو بردم، مفهوم حق، که اینم یکی از کشف‌های بزرگ بشریت در رنسانس به این طرف. اینکه من حق دارم یه اعتقاداتی داشته باشم، شما هم حق داری یه اعتقاداتی داشته باشید. اینطوری نیست که من بگم من حق دارم شما حق ندارید، ولذا شما باید حذف بشید از صحنه، یا باید ساکت بشید یا اصلا بریم اون دنیا. خب ببینید دو سه تا چیز با هم پدید آمد. من دارم ریشه های سکولاریسم سیاسی برای شما میگم که بدون همراه کردن این چند تا چیز عرصه ظهور سکولاریسم سیاسی فراهم نبود. یکیش ضعیف شدن دین یا ایمان مؤمنان بود. نمی توانستند بعد از اینکه علم به صحنه آمد همان ایمان را داشته باشند که پیشینیان داشتن. شما دیگه این رو امروز به وضوح میبینید. دیگه جامعه فرزن کانادا یا بسیاری جاهای دیگه برای حرفایی که کشیش ها میزنن دیگه اون اعتبارات رو قائل نیستن. خود کلیسا هم مجبوره که خودش رو با دانش روز، با اندیشه های روز هماهنگ بکنه. نمیتواند کناری بایسته و همه چیز رو طرد بکنه و پس بزنه. یکی این بود که اجازه نمیداد که کلیسا مثل گذشته بازیگر صحنه سیاست باشه. دوم این که جنگ ها و تفرقه هایی که پدید آمد، خونریزی ها، و حالا رو به این فکر انداخت که ما باید برای مدارا، برای همزیستی فلسفه‌ای بسازیم، و اون فلسفه عبارت بود از مدارا. مدارایی که مبتنی بر خونه جگر خوردن نبود، مبتنی بر یک مفهوم فرده بود به نام حق. ما حق داریم که ایمان و اعتقاد خودمون داشته باشیم، اصلا حق داریم که ناحق باشیم. شما ما رو ناحق بدونید بسیار خوب، ولی ما حق داریم که ناحق باشیم، همون که بعدها تحت عنوان حق ناحق بودن یا حق خطا کردن مطرح شد. اینا وقتی که در میان آمد دیگه صحنه و زمینه کاملا آماده بود که یک چیزی به نام سکولاریسم سیاسی، یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت اعلام بشه و پذیرفتنی بنماید. تا قبل از او پذیرفتنی نبود. یعنی مردم بود ممکن بود بگن یعنی چی؟ یعنی ما که حقیم با اونا که ناحقن برابریم، یعنی حقوق مساوی داریم، یعنی دولت به همه ما یه چشم نگاه میکنه میگه میشه، یا حکومتی که اون بالا نشسته به همه ما یکسان نگاه میکنه و پشتیبانی هیچ کدوم از ما رو نمیکنه. همین آقای لاک و دیگران در مسئله حقوق پروتستان ها رو که قبول نداشتن، این رو فکر نکنه از روز اول حقوق همین بود که امروز هست. همین اعلامیه جهانی حقوق بشر که ابتدا در پاریس نوشته شد تا سال 1948 اگه اشتباه نکنم حق رأی به زنان نمیداد. یادتون نره اینا تمام تاریخ دارن، تدریجاً پدید اومدن، اما اونی که ابتدا سنگ رو گذاشت یا اون چشمه رو باز کرد دیگه به دست اون نبود که از این چشمه بعداً چه فوران کند. آمد بیرون، برکات و نعمتهای بیرون بیرون، و خدا میدونه که بعدها از این چشمه چه چیزهایی به تراود بر ما آشکار نیست. ولی چنان که من همیشه گفتم جهان ما جهان حقوق مدار است در مقابل جهان پیشینیان که جهان تکلیف مدار بود، و لیبرالیسم یعنی حقوق مداری. حقوق مداری یعنی ما به حقوق بیشتر وزن میدهیم تا به تکالیف، یا به تعبیری دیگه تکالیف رو
از دل حقوق بیرون میکشید، در حالی که در جهان گذشته، یعنی ما قبل مدرن، دنیای تکلیف بود و اگرم حقوقی مردم داشتن از دل تکالیفشون بیرون میمد که بسیار هم اندک بود. ولی الان دوران حقوق است و به حاضر توضیح نده. خب در باب سکولارزم فلسفی سخنی نمیگم، چون در جای دیگه باید به تفصیل بگویم و حقش رو ادا کنم. اما همین سکولارزم سیاسی رو حالا قدری بیشتر بشکافیم. اول اینکه ببینید اصلا سکولار به معنای غیر دینی نیست، به معنای چیزی است که قبلا دینی بوده، ما اون رو امروز از دست دین گرفتیم و بیرون آوردیم. سکولارایزیشن اصلا یعنی این. من این رو کی متوجه شدم؟ دیدم یه وقتی کسی از یکی از همین جامعه شناسان که متخصص سکولاریسمه پرسیده بود که نظام چین که هیچ وقت دینی نبوده آیا سکولاره؟ یونان قدیم که هیچ وقت دینی نبوده آیا نظامشون سکولار بوده؟ و او درمانده بود، گفته بود که نمیدونم ما چی باید به اینا بگیم. ولی من به شما عرض میکنم، اونچنان که من درک میکنم در تاریخ اروپا به چیزایی گفتن سکولار که قبلا دینی بودن، بعد از جنگ سکولار از دین بیرون آمدن، سکولارایز شدن به اصطلاح. فرض کنید قوه قضاییه، نهاد قضاوت، خب این به دست روحانیون، وقتی این رو از دست اونها گرفتن و غیر روحانی و با قانون مدنی و ملی یک قوه قضایی دایر کردن، این اسمش رو قوه قضایی سکولار. دانشگاه ها عموماً حالت حوزه علمیه داشت که اینا رو کلیساها دایر میکردن. وقتی که بیرون از کلیساها دانشگاه های پدید آمد، اینها رو گفتن دانشگاهی سکولار. الان هم میگن حوزه علمیه و دانشگاهی سکولار، یعنی نهادهای آموزشی که قبلا در دل دین و در جوف جغرافیای دینی قرار داشت، اکنون راهش رو عوض کرد. اموال کلیسا رو که مصادره کردن. من همیشه مثال میزدم، میگفتم این مثل زن مطلقه میمونه. زنی که همسر نداره ما بهش نمیگیم مطلقه، زنی که قبلا همسر داشته و از همسرش جدا شده اسمش میشه مطلقه. سکولار یعنی مطلقه، یعنی اون نهادهایی که قبلا همسرشون دین بود، حالا ما اینا رو گرفتیم، جدا کردیم، حکم طلاقشون رو صادر کردیم و اینا الان مستقلن و دیگه آقا بالا سری ندارن، همسری ندارن و به حیات استقلالی خودشون ادامه میدن. از این قبیل فراوانی. یکیش دولت. دولت ها قبلا در وقتی که دین غالب بود دینی بودن، مشروعیتشون از دین میگرفتن همطور که گفتم، و کلیسا یعنی پاپ تاج شاهی رو بر سر سلاطین مینهاد. اما بعدن دیگه اینا ستانده شد، سکولارایز شد، یعنی از زیر سایه و از زیر یوغ دین بیرون آمد. ما نظیر اینجور نهادها و امور فراوان داشتیم که سکولار شدن تا حال حاضر. مهمترینشون سیاست بود که چنان که گفتم سیاست سکولار سیاستیست یا حکومتیست که قبلا دینی بوده، اکنون سایه دین بر سرش نیست و توانسته کسب استقلال بکنه و بر پای خودش بیست. خب تا اینجا قصه حکومت سکولار معلوم شد. گفتم در حکومت سکولار یک کاری که صورت نمیگیره این است که بنا نداره که مردم رو به رستگاری برسونه. رستگاری مردم رو به عهده خودشون میگذاره. این خیلی نکته مهمیه که به همین دلیل من در یک تقسیم بندی دیگری گفتم که حکومت ها رو به دو دسته میشه تقسیم کرد، حکومت های رضایتی، حکومت های هدایتی. حکومت های رضایتی اونایی هستن که با رضایت مردم میچرخن و موافق رأی و نظر و رضایت مردم کار میکنن. اما حکومت های هدایتی
لزوما این چنین نیستن، نمیپرسن از شما که شما نظرتون چیه، هدایتتون میکنن. یعنی ما اینجا نشستیم برای اینکه به شما نشان بدیم که راه راست چیه، به شما نه تنها نشان بدیم که چه چیزی موجب نجات و رستگاری شما میشه در آخرت، بلکه دست شما رو بگیریم هدایت کنیم و به رستگاری یا به بهشت برسانیم. ببینید حکومت های سکولار حکومت های رضایتی هست، حکومت های هدایتی نیستن. با این تعبیر ساده دنبال هدایت کردن کسی نیستن. میگن چجوری میخوای زندگی کنید به ما بگید، ما همون قوانینش رو وضع کنیم جوری که شما بپسندید، ما هم اجرا میکنیم. حاکمان ولی مردم نیستن، بلکه اجیر مردم هست، خادم مردم هست. این خیلی مسئله مهم هست. مردم اینا رو اجیر کردن و به اونا حقوق پرداخت میکنن. میگن یک کاری که تو جامعه زمین مونده و اون این استش که قانون وضع بشه، نظارت عالیه بشه، نیروی انتظامی باشه، اینو شما اداره کنید، ما به شما حقوق میدیم که این کار رو برای ما بکنید. هر وقت هم نکردید شما رو عزل میکنید، کسی با شما به اصطلاح عقد عقوبت نبسته، تحت ولایت شما قرار نداره، ما شما رو عزل میکنیم. در حکومت های سکولار سه چیز به دست مردم: یکی نصب، دومی نقد و سومی عزل. نصب حاکمان به دست مردم، نقدشون هم به دست مردم، عزلشون هم به دست مردم. این یه حکومت سکولاری است که نهادش رو خودش رو نهاد حکمرانی رو و قدرت رو از نهاد دین جدا کرده و در اینجاها تجلی میکنه. جدایی در اینجاها به خوبی تجلی میکنه. وظیفه‌ای که ندارد هدایت کردن مردم، به راه راست هدایت کردن مردم، راه رو باز میگذاره برای اینکه افراد هر گونه که میاندیشن و هر دینی که میخواهند رو بیاورن و هدایتشون رو از اونجا جستجو. خب این چقدر فاصله داره با حکومت دینی؟ حکومت دینی نه تنها مشروعیتش از مردم میگیره، پیشه خودش و وظیفه خودش و هم هدایت مردم. اولین استدلال آقای جان لاک بر سکولاریسم سیاسی این بود که حکومت وظیفه دار هدایت مردم است. خب این یه مطلبی است که باید تو تت مردم بره. اگر مردم این رو نپذیرند و بگن ما هادیان میخوایم، قصه چیز دیگری میشه. اما اگر واقعا مردم قبول کنن که خودشون میتوانند و میخواهند که راه هدایت رو پیدا کنن، حاجت به تحمیل کسی دیگری ندارن، در اون صورت وقتی حکومت سکولار میتواند بنا بشه. این که مردم راه رستگاری رو از حکومت نمیخواهند، اصلا به حکومت ربطی ندارد که مردم رو هدایت بکنه یا نه، یکی از فلسفه های خیلی مهمه. بنیانگذارش هم همین جناب آقای جان لاک فیلسوف انگلیسی است. حرفی است که از وقتی که گفته شد به نظر من به دل مردم نشست. از وقتی که گفته شد به دل مردم نشست. راست میگه. ما چیکار داریم که کسی بیاد به ما بگه که کسی که ما انتخابش هم نکردیم تازه بیاد و بگه که راه راست اینه، راه کج اونه، و اگر هم پاتون رو در راه کج بگذارید مجازات و تنبیهتون هم میکنن. به چه دلیل؟ چه کسی چنین حقی و چنین اتوریتهی و چنین قدرتی رو به او سپرده؟ یه حرفی بود که وقتی که ادا شد درست به دل مردم نشست. نکته دیگری رو هم اضافه کرد جناب جان لاک که جزء ادله اوست، گفت اصلا ایمان با زور ایجاد نمی شود. فرض کنیم که شما نقش هدایتگری برای خودتون قائلید و میخواید بنده رو هدایت کنید و به زور میخواید من رو مؤمن کنید به طریقه ای که خودتون حق می شمارید. ولی همه ما میدونیم که قرآن ما هم میگه لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین یعنی دین رو با اکراه نمیشه ایجاد کرد. با زور نمیشه دین رو ایجاد کرد، چون دین ورزی و ایمان از جنس عشقه. شما به چیزی که ایمان میورزید مثل اینکه عشق میورزید به خدایی که ایمان میورزید، عشق زورکی که ما نداریم. و این یه محبتی است که باید بجوشه در آدم و تسلیم درونی بیاورد نه تسلیم بیرونی. ما در حالا این رو تو پرانتز میگم، ما در عالم اسلام هم دو تا مفهوم داریم، یه اسلام داریم، یه ایمان داریم.
اسلام یعنی سیاست، تسلیم سیاست شدن. ایمان یعنی عشق به خدا. اون ایمان و سیاست نمیتونه ایجاد بکنه، اما سیاست میتونه مثل تسخیر یک کشوری بیاد و یه جایی رو تسخیر کنه و بگه شما تحت حکم ما هستید ولی مسلمان هم نیست، اگه نیستید خب یه مالیات مخصوصی بدید. لذا اسلام و ایمان واقعا با هم فرق دارن. حتی در قرآن داریم که قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. عرب ها گفتن ما ایمان آوردیم، بگو نه شما نگید ما ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم، یعنی تسلیم حکومت شدیم. هنوز ایمان وارد دل شما نشده است. خب ببینید، اینم حرف دوم آقای لاک بود که با زور، با اکراه، با غلبه نمیتوان ایمان در قلوب مردم نشاند. خودشون باید به چیزی عشق ببرزند و علاقمند بشن و در پاش فداکاری کنند. در طول تاریخ شما ببینید بزرگترین، ظریفترین، عالیترین هنرها در پای دین ریخته شده. این کلیساهای معظم، مجلل، مساجدی که ما خودمون در شرق داریم، اینا رو کسی به زور نساخته، پادشاهان هم نساختن، خود مردم اینا رو ساختن. برای اینکه عشقشون بود، عشقشون بود، میخواستن این کار رو بکنن، از دل و جان سرمایه میریختن و نیروشون، فکرشون، هنرشون، معماریشون همه رو صرف این میکردن. در حالی که اگر زورکی میخواستن بسازن، یک دونه از اینا هم پدید نمیامد. یک دونه از این معابد، مساجد، کلیساها نبود. صدها نمونه های اینها هنوز در اروپا چشمگیره. آدم وقتی که میبینه احساس میکنه که یک روزی این سرزمین سرشار از عشق ایمانی بوده، چیزی که امروز خود متاسفانه توهی شده. باری دلیلش این بود که اولا حکومت لازم نیست به رستگاری ما کار داشته باشه و ثانیا اصلا بخوادم کاری داشته باشه کار پیش نمیبره، چون با زور نمیتونه ایمانی جاد کنه. خیلی خوب، تا اینجا ظاهرا مسئله نسبتا روشنه. بذارید من نظر خودم رو هم بگم. من هیچ وقت این رو تحت عنوان سکولاریسم سیاسی و غیره نگفته بودم، ولی مضمونش همین بود. نظری که خیلی از روحانیون ما یه وقتی آمدن دو مسخره کردن، دو خلاصه انکار کردن. من گفتم که دین علل اصول برای آخرت آمده و اصلا برای تأمین سعادت اخروی اومده. اگر هم درباره دنیا سخن میگه بلعرضه، یعنی به این سبب است که فعلا ما در دنیا زندگی میکنیم، از این مسیر عبور میکنیم، یک چیز مینیمومی، حتی اقلی برای این دنیا بیان کرده، اما در حقیقت برای جهان دیگری. به تعبیر دیگه، اگر ما آدمیان آخرت و قیامت و حیات پس از مرگ نداشتیم، دینم نداشتیم، پیغمبرم لازم نبود بیاد، خودمون با همین عقل ناقص خدادادی زندگیمون اداره میکنیم. اداره میکنیم. پیامبران برای اداره زندگی این دنیا نمیدن، برای یاد دادن راه سعادت و آخرت آمدن. گفتم اگر آخرتی نبود به پیامبرم احتیاج نبود. این جمله رو برای شما از ابن خلدون، فیلسوف تاریخ بسیار مشهور و تک واقعا و بی‌نظیر در تاریخ اسلام، نقل کنم. جملات خیلی عجیبی است. من یه وقتی برای یک کسی میگفتم، گفت اینا رو ابن خلدون گفته. گفتم بله، شما به کتابش نگاه کنید، من چیزی برای اون نمیاد. میگه دو جور سیاست داریم، سیاست شرعی و سیاست عرفی. دقیقا کلمه عرفی رو به کار میبرم، همینی که امروز در ترجمه سکولاریسم به کار میبرم، عرفی. دقیقا از سیاست شرعی و سیاست العرفی. یه سیاست شرعی داریم که میشه همون حکومت دینی، یک سیاست عرفی داریم که غیر دینی است. و بعد هم میگه یه عده‌ای فکر میکنن آمدن انبیا، وجه لزوم آمدن انبیا این بود که راه حکومت و زندگی در این دنیا رو به مردم یاد بدن. اگه اونها نمی آمدن، مردمی که اسیر شهوت و غضب بودن الی قیام القیامه تو سر هم دیگه می زدن و هرگز از یک معیشت آرامی برخوردار نمی شد.
جناب ابن خلدون میگه این بسیار استدلال باطلی است. کافیست ما فقط چشممون باز کنیم به اطراف جهان و ببینیم که مللی هستند که هیچ پیغمبری در اونجا نبوده و نرفته و ظهور نکرده، به خوبی خوشی هم دارن زندگی میکنن و هیچ احساس احتیاج به پیغمبر هم نمیکنن. لذا اگر ما فکر کنیم که ادیان و انبیا آمدن تا نظم به معیشت دنیوی مردم ببخشن، به این معنا که با نبودن اونها مردم در میموندن و عزا میگرفتن و راه و جای زندگی رو بلد نبودن، این سخن باطلی است. انبیا در اصل هدفگیریشون برای آخرت است. یعنی تیری افکندن که اونجا به هدف میخوره، یعنی یه صدایی در انداختن که اونجا بلند میشه، روز قیامت بلند میشه. اما این تیر رو از دنیا رها کردن، یعنی از توی هوای این جهان عبور میکنه. لذا یک ملامست و ملابستی هم با احوال این جهانی داره، ولی اصل هدفگیریش برای زندگی دیگری است. نگفته که تو این دنیا تو سر کله هم بزنید، نه، آرامش دعوت کرده، قوانین هم آورده، ولی به نحو مینیمال، حد اقلی. کار این جهان رو به خود عقلا وانهاده. اصلا ادیان نیومدن که بار عقل رو بکشن. اگه بخواستن بار عقل رو بکشن، پس خدا چرا به ما عقل داد؟ ادیان نیومدن که کاری رو که عقل میتونه بکنه انجام بدن، یعنی یه کار موازی، نه، اینطوری نیست. عقل برای خودش باید کار بکنه و کار اصلیش هم تدبیر و تنظیم امور این جهانه. خب چطور بشر به علم رسیده؟ این همه کشف اسرار طبیعت کرده، به آسمان میتونه بره، نمیدونم در دل دریاها میتونه بره، پرده از روی اسرار و اعماق طبیعت برداره. خب این بشر با همین عقلش میتونی نظمی هم در جامعه بیافرینه و یه قوانین بگذاری مردم زندگی بکنن. چه اشکالی داره؟ و اشکالی که نداره بلکه خیلی هم حسن داره. نه تنها حسن داره بلکه تحقق داره، در عالم واقع رخ داده و ما به چشم خودمون داریم میبینیم. خب اگر اینطوره، آیا هیچ معنایی از حکومت دینی باقی میمانه؟ یا اصلا دینداران باید دنبال یه چیزی باشند به نام حکومت دینی؟ ببینید، گذشتگان ما وقتی که از حکومت دینی سخن میگفتن چنین توجیه میکردن، یعنی وجه لزومش رو اینجوری میگفتن: قوانین فقهی قوانینی هستن که برای اجراشون حتما به حکومت لازمه. یعنی وقتی که گفته میشود دست دوست رو ببرید، هرکی که نیست، اگه کسی دوستی کرد لابد که قوه حاکمه باید باشه که بگیره و این حکم شرع رو اجرا کنه. وقتی که گفتند مثلا کسی روابط نامشروع داشت چنین بکنید، وقتی که گفتند که اگر کسی مال کسی رو غصب کرد این رو باید از او بگیرن، که کی باید بگیره؟ معلومه که یه مجریانی لازم داره. این مجریان اسمشون میشن حکومت. لذا حکومت دینی لازم است، چون اجرای قواعد فقهی لازم است و این قواعد فقهی مخاطبش جامعه است و جامعه هم نمیتواند که اجرای احکام رو به تک تک افراد محول کنه، بلکه باید یه قوه‌ای باشه که اینها رو از طرف مردم و به نمایندگی مردم اجرا کنه. ببینید، این استدلال شایع است، هم در فقهای شیعه و هم در فقهای سنی، همین امروز هم همینطور. آقای خمینی اگرتون باشه میگفت روزی که تمام احکام اسلام اجرا شود کار ما به پایان رسیده است. یعنی اصلا تلقیش از حکومت دینی حکومتی بود که احکام فقهی اسلام رو اجرا کنه. یعنی همینی که الان تو ایران میکنن، یعنی به زنان بگن بعد حجاب داشته باشید و دزدها رو بگیرن دستشون رو ببرن، زانیان رو بگیرن مثلا جنای محسنین ها رو سنگسار بکنن. عرض می شود که در قوه قضاییه قوانین خاص اسلامی رو اجرا بکنن، تبعیضهایی که توی قانون فقهی هست همه اینها رو محترم بشمارن، یعنی زن رو با مرد تفاوت بدن، مسلم رو از غیر مسلم، ارباب رو از فرده، امثال اینها. وظیفه شون رو اجرای نکام می دونن و معتقد هم حکومت دینی لازم است برای اینکه اجرای احکام بکنه.
خب این حرف یعنی چی؟ بذارید من این رو بازش کنم. این معناش این هستش که حکومت دینی از نظر این آقایون یعنی حکومت فقهی. در حقیقت اینا قبول دارن حرف لاک رو. قبول هم نداشته باشن به راحتی میتوان به اونها قبولان که با زور نمیشه ایمان رو وارد قلب کسی کنن. قبول دارن حرف رو و قبول دارن اگر یک کسی نخواد رستگار بشه میره در خفا گناه میکنه، ولی اون که در ظاهر نتونه میگه من رستگاریتون رو نخواستم، بهشتتون رو نخواستم، میره بیرون از کشور هر کار دلش میخواد بکنه. اینا رو میدونن. از حکومت دینی آنچه که فقیهان ما میفهمن این است که اولا حق مردم نیست که حاکم رو انتخاب کنن، حق خداست. دوم هم این که احکام فقه باید اجرا بشه، یعنی حکومت دینیشون حکومت فقهیه. بی خود میگن حکومت دینی، دین مهمترین عنصرش ایمانه و این در این حکومت نمی کنه، در هیچ حکومتی نمی کنه. منتها مسیحیت نه که فقه نداشت، همین که گفتن که نهاد دین از حکومت جدا بشه دیگه جدا شد دیگه. ولی ما در عالم اسلام حتی اگر بگیم حکومت ایمان نمیتونه بیاره، میگن فقه که میتونه بیاره. احکام که داریم، که قوانین که داریم. خیلی خوب، حکومت کاری به رستگاری مردم نداشته باشه، مردم برن در خفا کفر ببرزن، با خدا دعوا کنن، گناه بکنن، رستگار نشن، پشت پا به همه احکام دین بزنن. ولی اون کاری که ما در صحنه اجتماع میتونیم بکنیم پیاده کردن احکام دین. لذا در میان ما اگر شما میشنوید حکومت دینی، حکومت فقهی. خب حکومت فقهی چی میگه؟ حکومت فقهی میگوید که جامعه قانون لازم داره، قوانینش رو هم خدا داده، ما احتیاج نداریم قوانین دیگری وضع بکنیم. ببینید این حرف به نظر من خیلی حرف معقولیه، چون دیگه نمیگن، یعنی استدلالای لاک دیگه اینجا کار نمیکنه که میگفت ایمان رو نمیشه از دین گرفت، دین مسئول رستگاری مردم نیست. کاری نیست. اینا میگن در سکولارترین حکومت ها که قانون نیست. ما هم داریم، حکومت ما قانون داره، ولی قانون ما از خدا اومده نه از راه پارلمان. توجه میکنید حکومت فقهی ما اینه. این رو باید فهمید یعنی چی در جهان جدید. اولا حکومت دینی شده حکومت فقهی، ثانیا حکومت فقهی هم یه استدلال ظاهرا معقولی میکنه و اون این که هر حکومتی قانون لازم داره، ما هم قانونش رو داریم، به جایی که از دیگران بگیریم از پیغمبر میگیریم. اگر ما بحث سکولاریسم میکنیم و سکولاریسم سیاسی، مهمترین کار این هستش که سراغ این فقه بریم، ببینیم فقه میتواند جامعه جدید رو اداره بکنه یا نمیتونه. این درست همون نقطه خلافی است که روشنفکران دینی با روحانیت موجود دارن. حقیقتش اینه که نمیتونه. یعنی فقهی که قوانین و احکام خودش رو از سنت پیشین دینی میگیره، یک حکومت به غایت ضعیفی خواهد و نهایتا هم کارش به مخالفت با حقوق بشر میفته. در واقع این فقه ما فقهی است که بر حقوق بنا نشده، بر تکالیف بنا شده و نمیتواند جواب تحولات جامعه جدید و انسان جدید رو بدهد که انسان حقوق مدار است و به همین سبب هم به تعارضها و تناقضهایی برخورد میکنه و راه اصلاح حکومت ما این است که فقه اصلاح بشه. ریفورمی که در فقه ایجاد بشه میتواند به همه جا گسترده بشه و واقعا جامعه تازه‌ای بنا بکنه. اما این ریفورم تازه از چه طریق ایجاد میشه؟ خب ما دو دسته روشن فکر داریم. یه عده‌ای فکر میکنن که ریفورم تازه از این طریق ایجاد میشه که بریم از مجتهدها فتواهای جدید بگیریم. من دارم به ریشه مطلب اشاره میکنم. مثلا هلهله میکنن که فرض کنید یک مجتهدی آمده فتوا داده که ارث زن و مرد برابره،
قبلا استزمانت برابر در فقه ما که نیست، در فقه اهل سنت هم نیست. یا یک مجتهد دیگری آمده فتوا داده که دیه زن و مرد برابره. خب دیه زن و مرد تا حالا برابر نبود. شما همه تون میدونید در ایران اگر یک مردی زنی رو بکشه مجازاتش اعدام نیست، برای اینکه زن نصف مرده و بعد میرن از خانواده اون زن به اندازه نصف دیه پول میگیرن و میدن به خانواده مرد که حالا مستحق اعدام میشه. اما اگر یه زنی مردی رو بکشه 100% کشته میشه. من یه وقتی در ترکیه بودم و بعضی از این روشنفکراشون که الان هم سر کارم صحبت میکردم میگفتم قوانین جزایی ما در ایران اینه، شاخ در بودم مثلا با من شما راست میگفتم بعد اینا رو نوشتم و اینا مدیه فرقه و در سنت هم همینه، فقه شیعه هم همینطوره، فرقی نمی کنه. فقه گذشته ما اصناف این تبعیضات رو با خودش داره، اصناف این تبعیضات رو داره و یکی دوتا هم نیست. یه دهی دلخوشن به اینکه برن و یه فقیه رو پیدا کنن که مثلا یکی دوتا از اینا رو اصلاح کنه، به حوث اینکه خب خورده خورده اینجوری ما میتونیم یه فقهی بنا کنیم. حالا که حکومت ما رو فقه نهاده شده، فقه رو کمی انسانی ترش کنیم. من با جناب آیت الله منتظری در این بار صحبت کردم و خلاصه حرف من با ایشون این بود که اینجوری ها فقه درست نمیشه. اینکه شما بیاید یه فتوای امروز بدید کمی ملایم‌تر باشه اون یکی یه فتوای دیگه بود. مثلا من بر سر ارتداد با ایشون یه مکاتبه ای داشتیم که چاپم شد. ایشون نوشت به کسانی که کافر میشن اینا در حکم یک قده سرطانی هست و چطور ما قده سرطانی رو از بدن میگیریم و میکنیم و دور میدازیم و جراحی میکنیم، اینا رو هم باید از جامعه دور بریزیم، یعنی اعدام کنیم. هم حکمی که در فقه هست که مرتد رو باید اعدام کنیم. من بهشون گفتم آقا شما چون این مثال رو میزنید، بگید که ما یک باقی داریم که مثلا همه درختاش درخت سیب هم، حالا یکی دوتا درخت به هم در اومده، چرا قده سرطانی میگید؟ چرا از اول یک مثالی میزنید که تکلیفش معلومه؟ با تمثیل که اصلا نمیشه چیزی رو ثابت کرد، با عوض کردن مثال خب حکم عوض میشه. گفتن که یک کسی آمد پیش شیخش، یک صوفی خیلی اهل سفر بود. شیخش گفت که چرا اینقدر سفر میکنیم برای برده؟ گفت آقا اگه یه جا بمونه میگن بریدن، همینطور این برابر میرن که نگن. گفت چون مرد سفر کند پسند دیده شود، خاک قدمش سرمه هر دیده شود، پاکیزه تر از آب نباشد چیزی، هر جا که دو روز مان گندیده شود. این مثال رو زد. شیخش که از روز رنگ تر بود گفت دریا باش تا نگندی. ببینید حالا مثال رو که عوض کردیم، دریا که به سفر نمیره ولی جو به سفر میره، این ور میره و اون. آره گفتم به ایشون که چه مثالی شما میزنید و بحث حق رو مطرح کرد. گفتم شما چرا اصلا از این در وارد نمیشید؟ آدمیان حق ارتداد دارن. من اگر یه روزی به این نتیجه رسیدم که این دینی که از پدر و مادرم گرفتن قابل قبول نیست، قابل دفاع نیست، اونا حق دارن دین رو ترک بکنن. شما چرا این حق رو به من نمیدید؟ چرا میگید که اگه چنین گفتی قده سرطانی شدی و باید جراحیت کنیم و از جامعه بیرون بیاندازیم، جا قبرستونه؟ چرا؟ چرا این چه استفاده؟ ایشون متوجه این مسئله شد و به یکی از دوستان مشترک ما گفته بود که ما که رفتیم از این دنیا، این دیگه عمرمون رو به پایانه، شماها کار کنید روی وارد کردن عنصر حق در فقه. ولی این نکته هم گفته بود، خب یه عمر 80 سالشون فقاهت کرده بود، اینو خوب میفهمید. گفته بود اگر این عنصر حق وارد فقه بشه یک طوفان است که همه چیز رو به باد کنه. و کاملا راست میگه، این همون طوفان است که تو دنیای جدید وزید و سیاست سکولار پدید آورد. همون طوفانی بود، طوفان حق از مساله حقوق مداری که در جهان جدید وزید و جامعه پلورال پدید آورد که ادیان مختلف در کنار هم مسالمت‌آمیز بنشینند و زندگی بکنند. و این طوفان یا این نسیم هنوز در میان ما نوزیده.
خب یه دسته از روشنفکران ما اونجوری فکر میکنن دلخوشند که چند تا فقیه به اصطلاح متحور پیدا بشوند و یه چنان فتواهای نادر بدهند و یه گره های اندکی رو و کوچکی رو بگشاید. اما اگر بنا باشه که یه تحول اساسی و رادیکال پیدا بشه، باید همین عنصر فربه حق یا حقوق وارد فقه ما بشه. من هیچ مشکلی ندارم که قانون کشور ما فقه ما باشه، بالاخره هر کشوری فقه را یه قانونی لازم داره، اما این فقه باید نوسازی بشه، این فقه باید نودوزی بشه. نودوزی و نوسازیش هم این نیست که یه فتوای امروز یه فقیهی بده، یه فتوای فقیه دیگری بده، این بگه این گره رو گشودم، اون بگه نه. به نحو اساسی و بنیانی فقه تکلیف مدار باید بشه فقه حق مدار. اگر شما این کار رو کردید، اگر فقیهان ما به این نتیجه رسیدن، اونگاه حکومت فقهی ارزانی حضرات باید اشکالی نداره، ولی در اون موقع دیگه نمیان بگم اون کسی که بر صدر نشسته ولی شماست، چون در حکومت حق مدار ما دیگه ولی نداریم. ولی یعنی سرور، یعنی خواجه. ما در حکومت حق‌مدار چی داریم؟ عجیب داریم، وکیل داریم. میگیم آقا یا خانمی که شما بر صدر نشستی وکیل مایی یا عجیب مایی، حتی بالاتر، ما شما رو اجاره کردیم، استخدام کردیم که یک وظایفی رو انجام بدی، انجامم ندادی باید مرخص بشی. و بسیاری از امور این چنینی. خلاصه حرف این است، اولا تئوری سکولاریسم رو بیدینه ها درست نکردن. امروز هم اگر کسانی از کلی مثل مادم از حکومت سکولار میزنیم، به هیچ وجه به معنای جدیت با دین نیست. اتفاقا برای حفظ فونکسیون دین است که نمودن راه رستگاری است. اما حکومت که آقایون میگن که اسمش حکومت دینه گذاشتن و بعد اسم درستش حکومت فقهی است، این حکومت فقهی نمیتواند پایدار باشه مگر اینکه این فقه از بیخوبون نوسازی بشه، بازسازی بشه. و فقه بازسازی نمیشود مگر اینکه یک رشته اندیشه های بسیار اصولی وارد او بشه. من حالا یکیش رو گفتم که مفهوم حق بود. دید ما از خدا هم باید عوض بشه، دید ما از پیغمبر هم باید عوض بشه، از وحی هم باید عوض بشه. نمیشه اونا رو به قرار صادق نهاد و فقط فقه رو دستکاری کرد. تمام حرف من در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت این بود که فقه خودش متکی به یک دانش‌های ماورای فقهی است. اگر اون دانش‌های ماورایی دست نخورن و ثابت بمانن، اونگاه فقه هم تغییر چندانی نخواهد کرد. خب وقت اگر اینطور بشه ما به سکولاریسم نزدیک میشیم. آره، ما به سکولاریسم سیاسی نزدیک میشیم و چی بهتر از این؟ اون چی که ما نمیپسندیم سکولاریسم فلسفی است. یعنی آدم در زندگی شخصی خودش پشت به خدا بکنه، پشت به معنویت بکنه. این امر مطلوبی نیست، حداقل از نگاه یک دیندار. مردم مختارن هر راهی رو انتخاب کنن، اما از من بپرسم من میگم نقصانی تو زندگیشون پیدا میشه. اونو بهش میگیم سکولاریسم فلسفی، سکولاریسم اخلاقی. چیز خوبی نیست. ولی الان در سکولاریسم سیاسی که سخن میگیم، این سکولاریسم سیاسی که امر بسیار مطلوبی است و به نظر من بشر به اون رسیده، کشف کرده و مطرح کرده، جوانبش رو سنجیده، تحول اجتماعات هم راه به او داده، فضاش براش فراهم کرده، رشد علم هم به او راه داده، قدرت سیاسی رو از دین ستانده و دین رو دینتر کرده، یعنی به او اجازه نمیدهد که پاش رو از گلیم خودش دراستر بکنه و در جای خودش او رو نگه میدارد تا در همون منطقه محدود خودش ایفای نقش بکنه. و وقتی که این چنین شد، ما به یک سیاست عرفی نزدیک می شویم که هم آزادی ادیان در او هست، هم راه رستگاری برای مردم باز است. و سخن آخر من که خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و سلام علیکم.
ممنون دکتر سخنرانیتون خیلی استفاده کردیم. اگه اجازه بدید نیم ساعت وقت سوال و پرسش و پاسخ دهید. ساعت 10 یه سوال داشتم خدمتتون در مورد دولت سکولار. بله. آگاهانه یا ناآگاهانه دولت ها مجبورن برگردن به اون خواستگاه اجتماعی که دارن، یعنی به هر حال اون پایگاه اجتماعی که به اینا رأی میده بیان به طور قدرت رو بگیرن، خود این دولت ها نیاز دارن که ادامه بده اینقدر، برای همین آگاهانه یا ناآگاهانه مجبورن دوباره برگردن به همون خواستگاه اجتماعیشون. پس عملا این رو نمیشه در نظر گرفت که علاوه عملی نه تئوری، که دولت خودش رو وقتی که دیگه مستقل شد بیاد جدا کنه از خواستگاه اجتماعیش. که مثلا میگم اگه من به عنوان دین مدار رأی بدم به دولتم، بعد دیگه دولت یا دیگه بی خیال دین و دیگه من کاری ندارم، همه برابر. ولی دو شرط به نظر من اینجا هست که از حرفای شما برداشت کردم که به نظرم حالا بهتر بیشتر توضیح بدید برام که مثلا درکم بره بالاتر. این هستش که لازم این قضیه این هستش که بین خواستگاه های اجتماعی یه برابری وجود داشته باشه. مثلا میگم علمای مسیحیت بعد از 30 سال جنگ که دیدن هیچ کس نمیتونه اون طرفی رو از بین ببره، به این نتیجه رسیدن که بشینن با هم دیگه صحبت کنن. یا مثلا توی آمریکا دو حزب وجود دارن که تقریبا قدرت ها برابر هستن که نمیتونن همو حذف کنن، ولی همینجوری میبینید هیچ وقت تو آمریکا حزب دیگه نمیاد بالا، چون اجازه نمیدن اون دو تا حزب که احزاب دیگه بیان بالا. پس عملا یه برابری بین احزاب سیاسی ایجاد میشه و در سطح بالاتر بین اجزای اون کشور یا اون دولت که اجرایی باشه و قضایی باشه و نظامی هم استقلال یا تفکیک قوا وجود باید داشته باشه به طور واقعی، نه به صدر در حد هر. اگر این شرط برادر من این دو شرط وجود داشته باشه، دولت میتونه سکولار بشه و سکولار عمل کنه. ولی به نظر من توی یه سیستمی که جامعه مثلا عمدتا مسلمان هستن، بعد حکومتی هم که رأی میدن حکومت دینی رأی میدن، بعد حکومت دینی اصلا ناخودآگاه نمیتونه اصلا سکولار باشه، چون اصلا نمیتونه بگی که همون حکم ارتداد رو بهش میدن و تمام، این از بین میرن. برای به نظر من بایستی اون تضادهایی وجود داشته باشه تو اون جامعه که بتونه حکومت سکولار توش اصلا شکل بگیره و بمونه. ببینید خیلی نکات مختلف رو شما اینجا در سخنانتون گفتید. هیچ اشکالی نداره مردم از حکومتشون یه چیزی رو بخواد و حکومت هم رو اجرا بکنه، این میشه حکومت رضایتی بازن. و من عرض کردم به شما که حکومت رضایتی داریم و هدایتی، اون همچنان حکومت رضایتی خواهد بود. مردم عموم یعنی اکثریت مردم جامعه آمریکا مسیحیان، با همین اوصاف اینجوری نشده که حکومتشون از سکولاریسم بیرون بیاد. اونا منوط به یه امور دیگری است، یعنی وقتی که بنا شد که این تفکیک صورت بگیره و قوانین دیگه بر مبنای احکام دینی نوشته نشد. من با یکی از قانون اساسی نویسان اسرائیل در آلمان به هم صحبت میکردیم، یه سال دیگه با هم در یه مؤسسه بودیم، این که میگم مال سال 2004-2005. بعد گفت که ما مشغول نوشتنیم، منتها خب اونا یه استیت یهودی هم مثلا نمیتونستن بگن ما اعتنا نمی کنیم به قانون تورات. او به من میگفت که قوانین تورات کریزی، سمیتونی میگفت ایس کریزی، ما که نمیتونیم اینا رو تو قانون اساسی بگیم، ما فقط تو قانون اساسی نوشتیم، قوانین محترم هم همین یه لیپ سرویس به اصطلاح تعارفی کردیم و بیش از این ندادیم. چون جامعه سکولاره، یعنی جامعه سکولار فلسفیه، یعنی جامعه دینی نیست، لذا از اینا نمیخواد که قوانین تورات رو عملی کنن. ولی اگه واقعا جامعه همش ارتدوکس جو بودن، مثل اونایی که روز شنبه به جلو اتومبیلا رو میگیرن که حرکت نکنن چون روز شنبه کار کردن ممنوع مطابق شریعت یهود، خب اینا مجبور بودن اینا رو وارد قانونشون بکنن. توجه میکنید این یه نکته ایست که جامعه هم باید به یه جایی رسیده باشه
که به هر حال از دولت چه بخواهد و چه نخواهد، ولی اگه خواسته عمومی باشه البته حکومت ناچار است که اون را اجرا بکنه و این از سکولار بودن نمی‌کاهد، برای اینکه همچنان به رضایت عامه متکی است. ببینید رضایت عامه اگر گفتن ما دین رو هم میخوان، شما بر مبنای رضایت عامه اون کار میکنید، نه بر مبنای حکم دین. نمیگه چون دین گفته من کار میکنم، نه چون مردم خواستن من کار میکنم. مبنا اینجا خیلی مهمه و عرض کردم دلیلش هم این است که اولا توی جامعه ادیان مختلف وجود دارن، شما باید به یه چشمشون نگاه کنید. ثانیا شما به منزله حکومت نباید فکر هدایت مردم و راه رستگاری نشون دادن باشید. شما باید کار خودتون رو بکنید که علل عموم تأمین حاجات اولیه مردم، حاجات اولیه یعنی خوراکشون رو برسونید، غذاشون و مسکنشون و داروشون و امنیتشون رو، بیمارستان و مدرسه و همین چیزایی که امروز برای به منزله وظایف حکومت ها تعریف میشه. و البته هرچه فراتر برید، یعنی آزادی بدهید به مطبوعات، همین هایی که خب بشریت به تدریج کشف کرده و موجب رفاه بیشتر مردم. شما که میفرمایید باید از فقه تکلیف محور ما عزیمت رو میفرمایید، به زبان فقهی های فکری کردید چطور این برای فقه هم مستدف کنید؟ بالاخره کسی که قرار فقه رو بگه فقه هم خواهند بود. بله. در این حوزه هم هستن، من یه سیستمی هم هستش که آدم هایی رو راحت چیز نمی کنه، یعنی اختلاف رو بر نمیتابه. شما یا از متون حدیث، قرآن، آیا میتونید استدلال بکنید؟ چون اگر نکنید فقط میشه سلیقه که من ما میپسندیم، حالا اگر بهتر میپسندیم یا هر چی، ولی این سلیقه رو ممکنه نداشته باشن. چطوری قراره که اینا اینجا برسن؟ البته که این سلیقه رو ندارن و این درک رو هم از فقه ندارن، این درک رو هم از حدیث ندارن، این درک رو هم از قرآن ندارن. ولی نکته اصلی این است و من رو در دانشگاه آوردم. اولا می توان چیزهایی در مخصوصا قرآن پیدا کرد که به این معنا دلالت یا مؤید این مطلب. این رو من گفتم در بعضی موارد که ببینید یه آیه در قرآن هست در سوره انبیا در مورد خداوند که میگوید لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. از خدا نمیتوان پرسید، خدا مسئول نیست، مردم مسئولند. خدا هر کاری کرد کرده، به مورد سوال قرار نمیده، مورد مؤاخذه قرار نمیده. این آیه سرلوحه فکر مسلمین شد در طول تاریخ، در طول تاریخ، مخصوصا تفکر اشعری که گفتن بله خداوند در یه جایی نشسته که دست عقل ما، دست اعتراض ما به دامان او نمیرسه. هر چی گفت باید بگیم سر من بطاعت هم و حق الهی است. اما یه آیه دیگری در قرآن وجود داره در سوره نساء. این آیه فراموش شده واقعا و مظلوم واقع شده. اون آیه چیه؟ ممکنه شما هیچ کدوم راجعش فکر نکرد. اون آیه میگوید که رسل المبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجتا علی الله بعد الرسل. ما پیغمبران رو فرستادیم که دو نقش داشتن، یکی مبشر بودن یکی منذر بودن، یعنی بشارت میدادن، انذار میکردن. تا چه برای چی فرستادیم؟ برای اینکه مردم نتوانن علیه خداوند احتجاج کنن. خوب توجه میکنی حرف یعنی چی؟ خیلی حرف مهمیه با. یعنی اگر پیامبران نیامده بودن بنده و شما میتونستیم اعتراض کنیم به خدا، همون خدایی که تو آیه دیگه میگه خدا رو مورد سوال نمیشه قرار داد، ولی در اینجا میگه شما میتونید مورد اعتراض، مورد احتجاج قرار بدید، علیهش استدلال کنید و بگید که چرا پیغمبر نفرستادید. ببینید این آیه اصلا در محاق رفت، در محاق رفت و من به همین تفاسیرم که مراجعه میکنم نه اصلا کسی بستی نداده به این معنا. اینجا خداوند در واقع میگه عقل رقیب منه، شما با عقلتون که من بهتون دادم میتونید با من درافتید، درآویزید و اگه یه کاری کردم که خطا بود میتونید خطای من رو بر من بگیرید. اما من البته یه کاری کردم که شما نکنید این کار رو، یعنی من دلیل دارم در مقابل شما اگرم اعتراض و احتجاج کردید.
این معناش اینه که به عقل شما حق مهاجه با خداوند رو میده. شما حق دارید. این بلندترین و بزرگترین حق است در یک جغرافیای دینی که نسبت به خدای خودتون شما حق اعتراض دارید. گوش کردید؟ اگر همین یکی جدی گرفته بشه و همین حالا جدی گرفته بشه، یعنی بشینن مدلولاتش رو بیرون بکشن. حالا خدا که جایی نیست ما بریم یخشه بگیم. خدا یعنی احکام خدا. خدا یعنی دین خدا. پس ما در مقابل دین خدا حق احتجاج داریم. در مقابل احکام فقهی که به نام خدا به ما میگن ما حق احتجاج داریم. این حق هم که شما میگید معنای قرآنی هم داره. یعنی به ما او این جرأت رو داده. این حق رو داده. خب اعمال نکردین ما، بعد اعمال کنید. اگر شما اعمال کنید به خیلی جاها میرسید که امروز هیچ فقیهی نرسیده. فکرش هم نمیرسه. اما میتونه این دایرهش تا اونجاها گسترده بشه. این نکته اول. نکته دوم این که لازم نیست همه اونچه که آدم با فقیهان در میان میگذاره لزوما مستخرج از کتاب سنت باشه. میتونه دلال عقلی داشته باشه. کما اینکه فقها هم بیشتر حرفایی که میزنن و بیرون از فقه مستند به عقل بشری، مستند به عقل عرفی. شما همین کتاب مثلا مکاسب شیخ انصاری بیشترش دلایل عقلیه. این هم این عرفیاتی که مردم قبول دارن به همون استناد میکنه. خوبم هست، یعنی به هر حال برای همین هم آمده، چون با زندگی مردم سر کار داره. بعد ببین مردم چجوری فکر میکنن، منطق اجتماعی مردم چیه. و اون عرض کردم دانش های بیرون فقهی که شما به اونا باید استناد بکنید، اینا چیزاییست که توی علم کلام پیدا میشه، توی علم تاریخ پیدا میشه. شما اگر توی دل تاریخ برید و به یه فقیه نشون بدید که این احکام چجوری شکل پیدا کردن، اینا از روز اول اینجوری نبودن. مقدار زیادی از اونچه که ما احکام الهی مینامیم احکامیست که فقها صادر کردن، یعنی فتاوای فقهیه. ببینید حالا این مثال میزنیم دیگه، در همین جمهوری اسلامی از این چیزا زیاد اتفاق افتاد، ولی یکیش که خیلی مهم بود این بود که بازم به حقوق زنان برمیگرد. توی فقه ما گفتند که توی فقه شیعه از میگرد که وقتی شوهر از دنیا میره زن هیچ حقی به املاک مرد نداره، از ملک هیچی به زن نمیرسه، فقط از اعیان، یعنی اگر یه چیزی ساختمونی هست مثلا یه چیزیش میرسه به او، اما از ملک چیزی نمیرسه. واقعا هم حرف عجیبی بود، ولی فتوایی که خیلی از فقها دادن، من شاهد بودم، خیلی ها شاهد بودن که مرد از دنیا میرست واقعا این زن بی خانمان میشد. بعضی وقتا پسر و دخترم چیز نداشتن، وفا نمی کردن به مادرشون. میدونید مال وقتی که اومد چشم برادر، خواهر، پسر، دختر رو میبنده. واقعا گفت مال است نه جان است که آسان به توان داد. مال رو خواهد آسان چیز کمی نیست. خب این همینطور ادامه یافت و واقعا ظالمانه بودنش هم محسوس بود، اما همین گفتن فتواست رو شد. تا بالاخره آقای هاشمی رفسنجانی جرأت کرد و یکی از کارهای خوبی بود کرد. من تو نماز جمعه گفتیم ما گفتیم فتوا از اونجا در آمد که یکی از زنان پیغمبر اومد یه کارهایی کرد و آمدند و خب ما همه فهمیدن، یعنی همه که نه، اهلش فهمیدن چی میخواده. عایشه شما میدونید دیگه، خب در همه تواریخ هم نوشتن که ایشون با دفن امام حسن در خانه پیغمبر مخالفت کرد و گفت نمیذارم. یه شعر عربی هست که میگن که بله لکت سامنه، آفرین، بله، که تجملت تبقلت و این اشت تفیلت لکت توس اومن از سمنه و فلکله تصرفت. گفت اون شعر عربی میگه که جناب عایشه، تو یک زن از نه زن پیغمبر، زنها از شوهر یک هشتم میبرن و چون تو یکی از نه زن بودی یک هفتاد و دوم میبری، یعنی 9 ضرب در 8. تو که سهمت یک هفتاد و دوم بود که یک خشتم نمیشد، ولی همه خونه رو گرفتی و اجازه ندادی که پسر پیغمبر اونجا دفن بشه. حالا این هر چی بوده من نمیدونم دلایلش چی بوده، من واقعا تو جزئیات تاریخی مطلبم نرفتم ببینم واقعا عایشه این کاری کرده نکرده. قصه اینا به اختلافاتش یه اصولی که هم تو طرفین به طرفم پرتاب میکردن، میگفت شما ها این کاری کرده، میگفت شما اون کاری کردید. اومدن یه فتوا درست کردن اصلا از ملک هیچی به زن نمیرسه و عایشه بی خود میگفت. ما اول
خر ما از کودکی دوم نداشت و این فتوا مون تا امروز. و شما ببینید در طول تاریخ چقدر زنها محروم و مظلوم واقع شدن به خاطر این فتوای فقهی که و امثال اینا. یعنی بسیاری از اونچه که ما تو فقه داریم فتاوای فقهاست نه احکام خدا. البته فقها هم نمیگفتن ما از خودمون در آوردیم، بالاخره رأی یک فقیه بود، یه انسان بود، استنباط او بود دیگه، استنباطی که میتونه عوض بشه وقتی که به تاریخ مسئله شما او رو مراجعه بدید. این تاریخ تو کتاب و سنت نیست، تو تاریخه، یعنی حدیث نیست، آیه هم نیست. همینطور است اگر به علم کلام برگردید، همینطور است اگر به علم اصول برگردید، اینا خیلی میتونه تغییر بده. سکولاریسم سیاسی که شما امروز چجوری شد؟ ایشون اجازه گرفت؟ نه بعدن پس شما بفرمید. بفرمید آقای دکتر، شما خودتون از تئوریسین های انقلاب بودید و با علمی به این که حکومت سپی این همه باعث مشکلات میشه، باعث تبعیض میشه، شما موافق بودید و مسئله بعدی که عنوان کردیم، چون من احساس میکنم مخصوصا بعد از اون زیاده روی های دینی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد ما الان به سمتی رفتیم که الان این مشکلات رو در حکومت میدیم. و مسئله دیگه ای که الان از فرمانده شما من گرفتم، شما فرمودین که کار دنیا با عقل انجام میشه، ما چه احتیاجی داریم که حکومت فقهی ادامه پیدا کنه؟ چرا نباید احکام ما قانون ما بر اساس عقل باشه و چه احتیاجی به فقه داریم؟ آره من از دوره سنه انقلاب نبودم خانم، من هیچ کاری بودم. ما بعدش اومدیم، ما سر یک کاری گماشتم. کدوم انقلاب؟ من تئوریسین انقلاب یعنی چی؟ و این یه اشتباهی شد، یعنی یه مقام بلندیه به من میدن. ما مقام رو نداریم، یه تاج هم رو سر ما میذاریم، تاج بزنیم سر خودت. تئوریسین انقلاب کسان دیگری بودن. آسد نامد خامنه ای، برادر آقای خامنه ای، میگه من تئوریسین انقلاب بودم، میگه من به آقای خمینی اینجا داری یاد بدم، تو اونم به خود میگه به آفری برای این تاج رو سر اون بذاری چون خودش این رو چیز داشت. بله من یک کسی بودم. ببینید ما رفتیم ایران، راه رفته بودیم فرنگ درس خوندم بود، کلمه چیزی یاد گرفته بودیم، به ما گفتن که این دانشگاه کارش لنگه، شما بیاید کاری براشون بکنید. کی هم به من گفت؟ آقای خمینی رهبر انقلاب. به من کی گفت که نپذیرم؟ اصلا چرا نپذیرم؟ اگه نمیپذیرفتم خودم ملامت میکردم. یه بساطی است، بند شده، انقلابی شده، رهبر انقلاب مقبولیت عامه داره، همه مردم قبولش دارن. در تاریخ ایران، یعنی 2500 سال ایران، هیچ رهبری به مقبولیت و نفوذ و کاریزمای آقای خمینی نبود. به امروز نگاه نکنه، بعد از 40 سال شما رو سال اول انقلاب نگاه همه سمن و طاعتن بودن، همه اونا که امروز مخالفن، همین مجاهدین انقلاب اسلامی، ببخشید مجاهدین خلق، نمیدونم همین اکثریت، همین اقل، همه اینا شما اگه نوشته های اون روزشون رو بخونید، سرودی که این مجاهدین خلق برای امام سرودن و میخوندن و چه چیزهای دیگه، شما باورتون نمیشه. بنابراین یک مقبولیت عامه داشت که اصلا تخلف ناپذیر بود. اولا یه همچی کسی شما رو انتخاب میکنه و به شما میگه که شما بیاید این کار دانشگاه رو سامان بدید. خب شما هم میرید میکنید دیگه. البته شما هم بشرید، ممکن اشتباه هم بکنید. کسی نگفت ما هم معصوم بودیم، آقای خمینی معصوم. البته از وقت هم که ما فهمیدیم که دیگه اون کار یعنی راه درستی نیست، اومدیم کنار دیگه، گفتیم این راهش نیست. دوم این که من اتفاقا از همین انقلاب درس گرفتم که با فقه در پیچیدم. من قبل از انقلاب نگاهم به فقه اینا آدمیست و آموختم، learning process و همه ما هست. اتفاقا من وقتی بعد از سال سوم چهارم انقلاب درماندگی فقه رو دیدم، من وارد این وادی شدم، وادی که اصلا لنگی های فقه ببینم از کجاست. اما روز اولم من نمیدونستم که لنگی اصلیش در کار حقوقه، بلکه در جاهای دیگه جستجو میکردم، همطور ترایل ان ارر، همطور پیش میرفتیم، بیشتر میخوندیم. وقتی کسی که خیلی من را انداخت غزالی بود، غزالی در اصل خب من با او خیلی مأنوس بودم، میگفت این فقه علم دنیویه، خلاصه به درد آخرت نمیخوره. من از اونجا نسبت به فقه نسبتاً کم اعتنا بودم، یعنی
برای سعادت اخروی اون رو خیلی مهم نه. ولی حالا به هر حال بود احکام و شرایط دینی بود، این قدر به درماندگیش واقف نبوده. و وقتی که فتاوای آقایون رو دیدم، مثلا احتکار دارو پیش اومد، اینا آمدن گفتن نه ما در فقه احتکار دارو نداریم، فقط کسی که نمک رو و روغن رو احتکار بکنه. واقعا میگم تا نماز جمعه گفتم من دونه دونه اینا برام مسئله بود. یعنی همین که اینا رو میگفتن میشد انگیزه فکر من که این چجور فکریه، این چجوری میخواد جامعه ما رو اداره کنه که میگه ما احتکار رو فقط در نمک داریم و در روغن، بعدم کاری هم نمی کنیم به شخصی که احتکار میکنه، فقط اینا رو ازش میگیریم به قیمت عادله میفروشیم، تمام شده. خب مسئله مالیات پیش اومد، شورای نگهبان مخالفت با مالیات کرد، گفت نه مردم همین زکاتی که میدن کافیه، کسی هم زکات نمیده، ولی گفتن هم. اینجا هم نشون داد که خب این درک فقهی آقایون خیلی عقبه نسبت به اونچه که در جامعه رخ میده. احکام جزایی پیش اومد، همین سنگسارها و اینجور چیزها، خورده خورده این چیزها که عملی میشد، یا مثلا من با دوستانی که داشتم صحبت میکردیم، همین آقای علی لاریجانی که اکنون رئیس مجلسه، خودش به من میگفت اوائل انقلاب رفتیم قم با بعضی از علما، تا دیگه نام نمیبرم، صحبت میکردیم راجع به مسائل اقتصادی کشور. اونا گفتن آقا شما به مردم بگید خمسشون بدن همه این مسائل اقتصادی حل میشه. درکشون از مسائل اقتصادی و حلش همین ها. من دونه دونه اینها رو واقعا مثل یه تشنه ای که یه قطره آب بهش میدن میگرفتم و میچشیدم و روی اینا تأمل میکردم. دوستی اومد به من گفت که کاروانی بودیم رفتیم مکه، البته این مال قبل از انقلاب، و یعنی حادثه قبل از انقلاب رخ داد. رفتیم مکه، سالی بود که میگفتن وبا، شبه وبا اومده، من یادم شبه وبا میگفت. بعد خب حجاج توصیه کرده بودن که دستتون رو بشورید، مراعات بهداشت کنید، از توالت میاد حتما با صابون یا با داروهای ضد عفونی. میگفت این آقای روحانی کاروان ما نشست برای ما سخنرانی کرد، گفت که اگر صابون و ضد عفونی اینا لازم بود حتما پیغمبر میگفت، چون ایشون نگفته لازم نیست و شما توالت میرید همون دستتون رو دوبار با آب قلیل آب بکشید و بیاد و کافی. و میگفت نشون به اون نشونی که نه خودش کرد نه بزرگش احدی از اعضای کاروان این کارو بود، دستشون با صابون کنه، مثل اینکه حرام با صابون شست. ببینید اینا برای من خیلی فکر انگیز، یعنی یه وقتی که آدم اینا رو میشنوه و میخنده، یه وقتی که میگه چرا به اینجا رسیده کار و این فکر متعلق به چه جامعه است، به چه تفکری است. من رو اینا خیلی فکر کردم و همین از همین جاهام راه افتادم. اولش رسیدم به فقه اقلی، می گفتم فقه برای حد اقل امور معیشت آمده نه برای حد اکثر، و به دین اقلی رسیدم. تو پله پله دیگه دونه اشتها هم آوردم، الان وقت شما رو نمی گیرم. و نهایتا هم به مسئله حقوق و این خوشبختانه تأثیرم کرده، الان من تعداد زیاد از این طلاب و قوم رو میشناسم که اینا به این مسائل واقف شدن. حالا مسئله طهارت و نجاست چیزهای فرعی و کوچکه، ولی همین مسئله حق اگه وارد عالم سیاست بشه واقعا کار کارستانه میکنه. اما نکته دومی که شما گفتید که اگه کارها رو با عقل باید درست کرد پس ما به فقه چه احتیاجی نه، چرا ما داریم. اولا من نمیدونم شما چقدر به فقه آشنایی دارید. این فقه یه علم خیلی پایه‌ریزی محکمی داره. حالا از این خطاهاش که بگذاریم، هزار سال کار شده. ببینید که جامعه ما جامعه دینیه، ببینید جامعه دینی هویت دینی داره، این هویت دینیش با فقه گره خورده. این فقه رو ما نمیتونیم بستانیم همینطوری بگیم دور میندازیم، نه قابل اصلاحه. و اگر اصلاح شد خب چه بهتر، بالاخره فقهی باشه، امور مردم هم اداره کنه، مردم دیندارم احساس کنن که به دینشون دارن عمل میکنن. شما نگاه کنید همین بانک رو که از گذشته فریاد برمیخواست که اینا رباخاری، همین فقهای ما حل کردن دیگه، امروز 20% به شما سود میدن و ربا هم نیست. خب این چه بهتر، اون آدم دیندارم بالاخره به همین بانک ها میرسه، پرده میسپاره، 20% هم سود میگیره، ربا هم نیست، پول حلال هم هست، خوش محکم میره. خب این خوبه،
یعنی ببینید اینو با همون حیله های فقهی درست کردن، این هاست دیگه. یا مثلا فرض کنید که همین مسئله زنان رو مثلا، همین طلاق رو، خب تا قبل از انقلاب خود آقای خمینی دیگه میگفت که زنانی که توی دادگاه های خانواده اون موقع طلاق میگیرن، اینا طلاقشون درست نیست، همچنان همسر شوهران سابقشون هستن، اگر ازدواج مجدد بکنن ازدواج ها باطل، اینا نمیشون میگفت. اما بعد از انقلاب خب دادگاه خانواده درست کرد، راه فقهیش هم پیدا کردن، راه خوبی هم هست. اما ابتدای ازدواج به زن و مرد یه دفترچه میدن که امضا کنیم، چون زن از حقوق خودش با خبر نبود. شما حق داری جلو طلاق شوهرت رو بگیری، شما حق داری خودی شوهرت رو طلاق بدی، شما حق داری به شوهرت بگی زنی دیگه نگیری، حقوق زنه. و تو فقه هم هست، یعنی با فقه میشه این رو حل کرد. وقتی که میشه زن و مرد مسلمان دیندار هم قانع میشن. من خودم در یه مجلس عقدی حاضر بودم در شهریار در تهران سالها پیش. میخوانی میگم مردم دیندار، شما را نگاه نکنید که خیلی ها امروز مثلا روشن فکری پیشه میکنم، خانم و آقای بودن، من برام بود عقدش میکنم. بعد به این خانم گفتم که خانم الان هنگام عقد شما میتوانید هر خواسته‌ای که دارید، هر حقی که دارید الان اینجا بیان کنید که ما ضمن عقد این حقوق شما رو به رسمیت بشناسیم و شوهرتون دیگه ملزم است به اونها رو رعایت کنید. گفت مثلا چی؟ گفتم مثلا شما میتونید بگید که شوهر من دیگه حق نداره همسر دیگری بگیره. گفت نه من هرگز نمیگم، اگر پیغمبر بهش اجازه داده بره بگید. نه دیگه اینم یه خانومه، حالا من نمیگم ما اکثریت، ولی واقعا اینقدر احترام به پیغمبر میذاره. و من کی باشم که جدا میگم، کی باشم که پیغمبر حرف بزنم؟ اگه ایشون گفته مرد چنین حقی داره، خب داره دیگه. حالا ببینید شما یه چنین خانومی رو با همون قول پیغمبر میتونید اقناع بکنید. نمیتونید بگید عقل من اینو گفته. میگه شما کی هستی؟ میتونید بگید پیغمبرم این اجازه رو به شما داده که شما چنین حقی رو، این خواسته رو از شوهرتون داشته باشید. همون پیغمبر اجازه داده، یعنی کسی نیومده فضولی کنه به اصطلاح تو کار دین، تو کار خدا و امثال اینا. فقه بعضی چیزا ریشه های خیلی محکم، مثلا همین مالکیت بالاخره توی فقه خیلی ریشش قوی است. این خیلی اصل مهمی، اصل مالکیت فوق العاده است در همین اصطلاح فقه اسلامی. عرض میکنم باید با فقه آشنا باشید تا بدونید که کجاها علم اصول که همون منطق فقه خیلی ریزه کاری ها داره که میتواند قابل استفاده. شما مثلا همین مرحوم میرزای نایینه رو در نظر بگیرید در عصر مشروطه، خودشون کتاب بسیار مهم مینوشت و کوشید که علما رو قانع کنه که مشروطیت با اسلام منافات نداره و ما میتونیم، یعنی دلیل خیلی خوبی هم داشت. میگه اگر نظام حکومت مشورتی باشه فسادش کمتره تا اینکه یک حاکم مطلق عنان داشته باشه. حالا شما به ما بگید پیغمبر دوست داشت که یک حکومتی فسادش کمتر باشه یا بیشتر باشه؟ خب حتما میگفتن پیغمبر خب دوست داره فسادش کمتر باشه، یعنی وقتی که عقل ها رو روهم بریزن به هر حال تصمیما عاقلانه تر میشه. این بود، یعنی فقیهان میتونن خادمان خوبی برای جامعه باشن به شرط اینکه از راهش برن و ابزار خوبی هم در اختیار دارن. بله بفرمایید. این سکولاریسم سیاسی که شما صحبت کردید تو فضای سیاسی امروز کشور خودمون اگه میتونه کمک کنه، این به نظرتون به صورت تدریجی و رو ایدئولوژی ها تاثیر بذاره یا تحول داشته باشه یا تحول سریع داشته باشه؟ نه تحول سریع که نه، ببینید همین دیگه، این ایده ها باید به تدریج مثل یه آبی که شما ول میکنید زیر یه ساختمون یه جای خیس بخوره خورده خورده، این طوریه. افکار رو که تزریق نمیشه کرد، باید جا بیفته و باید در باور عامه مردم درآید. رفته رفته مردم دیگه قانع بشن. الان شما ببینید مثلا آزادی تقریبا یه چیزی جا افتاده، درست حکومت ما دریغ میکنه از مردم، ولی از هر کی بپرسی میگه بله من دلم میخواد آزاد باشم، حرفمو بزنم، کسی جلومو نگیره، مطبوعات بنویسن، اگه کسی کار خلافی کرد لاپوشونی نکنن. مثلا این دیگه الان خواسته یا عمومیه. همین مفهوم جدایی این نهاد دینار دولت با معنای درست کلمه، این باید گفته بشه.
من همیشه من این نکته رو قبلا هم گفته بودم، ما یه مفهومی داریم در میان خودمون به نام ناموس. ناموس حالا یه چیز خیلی محترمیه دیگه، به طوری که ببخشید به کسی اگه دشنام بدن یا بی ناموس، مثل که بدترین دشنام روزگار رو دادن. کلمه یه حق میان ما باید مثل ناموس بشه، یعنی اونقدر محترم بشه که اگر به کسی گفتن که تو حق کسی رو زیر پا گذاشتی، مثل اینکه بدترین جنایت رو کرد، یعنی این محترمترین حق باشه، در کنار خدا بنشین، یعنی واقعا مثل کسی که حق کسی رو ضایع میکنه، مثل اینکه کفر گفته، مثل اینکه علیه خدا اقدام کرده. و این درست هم هست. ببینید تو قرآن ما داریم که اگه کسی ربا میخوره، مثل که به جنگ خدا رفته. ما همین مفهوم رو بعد روی حق امروز پیاده کنیم، میگه کسی حق کسی رو نمیشناسه به جنگ خدا رفته. یه چنین چیزی اگر چنان حرمتی پیدا کرد، ما باید بدونیم که قطارمون رو ریل درست افتاده و به تدریج پیش میریم. من این سخن رو که میگم، مبادا شما چنین استنباط کنید که اون چه که به نام سکولاریسم یا حقوق اینجاها صورت میگیره اینا همش مقبول و مطلوبه. نه، ما بالاخره سنت‌های خودمون رو داریم، تاریخ خودمون رو داریم و باید این چیزها رو سازگار کنیم با اونها. نمیتونیم که وارد کنیم همطوری در بس آکبند، نه اصلا میتونیم. اما خب اصل مفهومی مفهوم خیلی عالی است. شما نگاه کنید همین مرحوم آقای مطهری بالاخره روحانی پیشروی بود در دوران خودش، هنوز از بسیاری از روحانیان امروز ما پیشروتره. ایشون یک کتابی داره حقوق زن در اسلام، حالا من کاری ندارم، صحبت های ایشون اونجا میتونه مورد اعتقادم قرار بگیره، اما یه نکته مهم تو کتابش میگه ما حقوق طبیعی رو قبول داریم. خب این از یک کسی که هم فقیه بود هم فیلسوف متکلم بود خیلی حرف بزرگه. من از هیچ کدوم از این فقیهان خودم ندیدم هم چه حرفی بکنم. توجه میکنی این آغازی بود، آغازی که متاسفانه ناکام بود، کسی پیروی نکرده. آقای خمینی هم که اصلا با این مفهوم آشنا نبود. ما در ایران، من یه سخنرانی داشتم یه بار در برج‌نورد که همین جوری انجام دادم، یعنی تو منزلی و یکی از امام جمعه شاید میترسید و اسم امام جمعه نه والا اون موقع هم نمیدونستم، ولی که همین و سخنرانی من تمام شده، اومدیم از برج‌نورد خارج شدیم، روز جمعه هم بود، ایشون خبر بهش رسید تو نماز جمعه فرشاده من، ولی مرغ از قفس پریده بود. من در اونجا در سخنرانیم که بعدا منتشر شد اینو گفتم، گفتم سه گروه تو جامعه ما بودن، هیچ فرقی نمیکرد کدومشون حاکم بشن، یکی روحانیون بودن، یکی چپ ها بودن، یعنی توده‌ای ها و چپ ها که مجاهدین خلق بودن، حالا اسمم اسلامی بودن. هیچ کدوم اینا تئوری حق نداشتن، هر کدومشون سر کار میمدن همین آش بود و همین کاسه، فرق نمیکرد. روحانیت ما مفهوم حقوق نداره، تکلیف نداره، مجاهدین خلق رو نداره، چپ ما هم که اصلا نداره، تو مارکسیسم نیست، تا امروز هم نیست، خصوصا قبل از انقلاب تو کشور ما هم که اصلا چنین چیزی وجود نداشت و رواج نداشت. لذا ما یه سرنوشت بدی داشتیم. هر کدوم از این طوایف که غیر از این هم کسی در صحنه نبود میمدن همین قصه. الان به نظر من جامعه ما از این جهات خیلی آماده تر شده، خیلی پخته تر شده، به همین دلیل هم احتمالاً انقلابی نمی کنه، ولی هر تحولی رخ بده تحولی است به طرف حقوق محوری و این خیلی چیز مبارکی است. این تدریج باعث انحراف اون ایده نمیشه؟ انحراف کدوم ایده؟ همین ایده ای که بر اساسش میخواد به تدریج صورت بگیره، چون نشون داده تا هر موقع این ایده ها شکل گرفته مثل همین ایده، چون که به تدریج رفته جلو چیزایی بهش اضافه شده و کم شده به سمت انحراف. به قول آقای مارکوزه، ببینید تاریخ شرکت بیمه نیست، ما هیچ چیزی رو نمیتونیم بیمه کنیم. ما اون چیزی رو که امروز میفهمیم و عقلمون میرسه و عقل جمعی میرسه و تجربه تاریخی بشر نشون داده، مجبوریم اونها رو تقویت کنیم. آیندگان هم باید فکر خودشون باشن دیگه. از نظر شیعه، حالا پیغمبر امروز روز قدیر هم بود، باید به تبریک میگیم به همه دوستان، از نظر شیعه پیغمبر که سرشو گذاشت زمین، اسلام منحرف شد. نظر شیعه البته، من نظر اهل سنت که نه، ولی میخوام یعنی بگم
آره میشه دیگه، یعنی کسی هیچ تضمینی برای آینده نداره.